دوستان عزیز، با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظارتون باشه. امروز جمعه 7 اردیبهشت 1397 و برابر است با 27 ماه آپریل سال 2018. اینجا هوا ابری و دیشب تا صبح بارون و اب نداره، بارون بهار لازمه. خب بذارید من این صفحه خودم، صفحه شخصی خودم رو روی فیسبوک با صفحه مردم تیوی، یعنی این ویدیو رو با اونا شیر کنم. سند از مسیج نه بابا جون، شیر میخوایم بکنیم. این شیرم فیسبوک خیلی پیچیدش کرده، صفحه‌ای که شما منیج میکنید. بله، سوربی با مردم. دوستانی که چهارشنبه منتظر من بودید و بنده وقتی آمدم مریض بودم و نتونستم برنامه اجرا کنم، ضمن این که ازتون عذر میخوام، دیروز یک برنامه کوتاه درست کردم، اون رو هم بعد میتونید برید ببینید. چون دوستان خیلی هیجان زده شده بودن که آقا این مومیایی رضا شاه الان آمده بلکه این ما رو آزاد کنه. شما زنده ها که بخار ندارید، اونی که زنده است میره قایم میشه. آقای رجوی میگن غیبت کبرا صغرا کرده، کبرا کرده. رضا پهلوی هم که میگه من خودم هنوز نمیدونم چی هستم، شما به من بگید من چی هستم، چی هستم، چه کار کنم، بعدا اگه دلم خواست میام براتون اون کار رو انجام میدم. سن نار بدین آش، به همین خیال باشید. و اما من سعی میکنم که فوری چیزایی رو که اینجا هست براتون بگم، اتفاقاتی که تو آمریکا افتاده بگم. شما هم اگه میخواین از طریق فیسبوک میتونید به قول آمریکایی‌ها اینپوت بدین، یعنی نظر خودتون رو بگید. خبری چیزی اگه شده من خبر ندارم، چون این روزا خبرها با سرعت برق و باد میان و میرن. به به، آقای ترشیزی از دیترویت هستن. دیترویت یه زمانی خیلی زیبا بود، برای که اونجا تمام این چیزای ماشینی و اینا رو اونجا میساختن، پول خرج میکردن، ولی بعد یه دفعه به ویرانه تبدیل شد. فیلم ها در این مورد ساختن. حالا آقای ترشیزی از اونجا که اومد، من دارم سعی میکنم برنامه هام ببرم ساعت 6 و 7 بعد از ظهر، حتی ببرم روزای یک شنبه و دو شنبه 6 و 7 بعد از ظهر، که دیگه هیچ کسی عذر و بهانه ای نداشته باشه، حتی اگه تو آمریکا باشن. البته این روزا ساعت اینجوری دیگه، یه وقتی اینجا شب، استرالیا روزه، یه وقتی اروپا شب، اینجا روزه. اینه که دیگه حقیقتا برنامه زنده از بین رفته. ویدیو آن دیمند یعنی چی؟ یعنی همه اینایی که برنامه میسازن نوکر و کلفت شما هستن، میسازن میذارن اونجا. مثل اینکه یه آشپزی داشته باشید، این آشپز تو خونه خوراکا رو بپزه بذاره، هر وقت شما اومدی، هر وقت شما گرسنه‌ت بود خوراک حاضره، نه که بیای خونه هی مامان گشنمونه ها، میگه مامان هنوز دم نیومده. ما بعد مدت ها فهمیدیم این دم اسم پدرمونه، بهش میگفتیم آقای دم اومد مامان، حالا دیگه میتونی خوراک رو بکشی. در صورت اینه ماجرا. خب ببینیم که پنج شنبه که دیروز بوده، مجلس نمایندگان آمریکا طرح تحریم های جدید علیه ایران را تصویب کرد. حتما آقای ترشیزی و مجاهدین خوشحالن، ولی از خودشون سوال کنن، این همه اینا تحریم کردن، آخوندا صدمه دیدن؟ برای جراحی نرفتن خارج؟ بچه هاشون به جای لمبرگینی و پرش آمدن جیان و پیکان؟ راستی جیان هست دیگه خریدن؟ یا مردم بیچاره مجبور شدن یه قرصی رو برای قلب پدرشون به قیمت 10 برابر قرص فاسد از کنار خیابون ناصر خسرو بخرن؟ اینه که آقای سهراب چمنارا میگه آقا تحریم هوشمند. حالا اگر آقای ترشیزی نمیگه، این چمنارا هم حزب اللهیه، چون میدونم آقای ترشیزی و چمنارا و این فخرآور و اینها دنبال قانون اساسی هن. انگار که یه کاغذی بذاری یه جایی درست میشه. آقا این لایبرری ها قانون اساسی آمریکا کپی شو دادن، گفتن بفرما بریم ببینید چه کثافتی. قانون اساسی مشکل ما نیست، مشکل اجراش هست. کی اجرا میخواد بکنه؟ در هر صورت این هم از این ماجرا. حالا ببینیم این تحریما چه کار میکنه. ولی باز هنوز این ماجرای مومیایی رضا شاه و جریانات پشتش، میدونید ما هم که استاد
شایعه پراکنی هستیم و هر کدوم هم به همدیگه کمک میکنیم. بعض وقتا میگیم حتما اینو برای دیگران بفرستید اگر ایرانی هستید، اگر وجدان دارید، اگر شرف دارید، اگر غیرت دارید. یعنی اگر این ویدیویی که من برای شما میفرستم که افتضاح دروغ هست برای کسی دیگه نفرستید، شما ایرانی نیستید، وطن فروش هستید، پدرسوخته هستید، همه چی هست. آقا خانم چرا فوش میدید؟ طرف نگاه میکنه میبینه با شما آشغال فرستادی، میندازه تو سطل آشغالی. آشغال سطل آشغال، آشغال سطل آشغال. خب بریم ببینیم که یه سری توی فولدر نگه داشتم، ولی میخوام پیام آقای رضا اسمش گذاشته رو کوروش زرابی، ما هم یه کمی گیج شدیم، براتون بذارم. اون روز یعنی دیروز که من برنامه چهارشنبه رو داشتم اجرا میکردم، ما درباره این گفتیم که آقا شاه حتی جنازه پدر خودش رو نبرد و سگا و پولا و جواهرات و اینها رو برد. دوستانم برام نوشتن که چندین هواپیما بردن، اینها اصلا مهم نیست دیگه، اگرم بردن شاه که مرد یه دونه جواهرم با خودش نبرد. فرای پهلوی هم که اینجا یه هندی اومد گولش زد جواهرات رو برد بفروشه به افراد سلطنتی که میشناسه، همه رو کشید بالا و رفت. اینم از دردش هی داره سیگار میکشه، یه مدت دیگه مثل دود ناپدید میشه. این چیمنیه این خانم فرح پهلوی، چیمنی میدونید یعنی چی؟ یعنی دود کش و بوی سیگار هم همیشه میده. بمانه بیاین ببینیم آقای زرابی چی میگه. آقای زرابی میگه که ایشون واقع بین هست تا یه مقداری، من قبول دارم، و میگه حتی اگه فامیلشم یه کاری رو اشتباه انجام داده باشن، به اصطلاح میگه، اتفاقا من مادر ایشون رو هم از طریق فیسبوک میشناسم، بهشون ارادت دارم، بهشون سلام میکنم و ممنونم که بیننده برنامه های من هست. و این حسن آقای زرابیه، ولی ما هممون ته دلمون یه جوری مثل فامیل که هستیم، اگه برادرمون حتی ناحقم به یه کسی دعوا کنه ما طرف برادرمونو میگیریم. اینم همینه، اگه یه کسی طرفدار پهلوی و سلطنت طلب و اینا هست، ناحق هم که باشه گاهی وقتی یه جوری زور میزنه، طرفدار رجوی باشه همینجوری، طرفدار نمیدونم خمینی و دار دستش باشه همینجوری. اینو باید با تمرین از بین ببریم، امیدوارم موفق بشیم و بتون. ایشون میگه که مشکل شاه مشکل زیاد داشت. مشکلش این بود که هویدایی که 13 سال بهترین نخست وزیری رو براش انجام داد، که به قول معروف وقتی آمد خودکار بیگ 5000 بود، وقتی هم رفت خودکار بیگ 5000 بود، این انداختش زندان. نه اونو با خودش نبرد. حالا شاید آقای زرابی چون جوونه خبر نداره که شاه هویدا رو انداخت زندان. شاه نصیری رو که فکر کنم اون موقع سفیر پاکستان بوده از پاکستان آورد داد زندان و فکر میکرد که اینا رو اگه بده به زندان اینا آروم میشن و دست از سرش برمیدارن. یعنی شاه تو رفاقتم رفیقاشو به قول آمریکایی‌ها انداخت جلو اتوبوس. ولی ایشون درست میگه آقای زرابی، میگه تو اون حالی که طرف، حالا ما خبر که نداشتیم، بعدا فهمیدیم مریضم بوده، یه سری میگن ایدز داشته چون خیلی بازیگوش بوده با علم و ملم و کتل و نمیدونم فلان این ور اون ور میرفته، طلا خانم و نقره و فلان بسار. خیلی ها میگن که نه این سرطان خون داشته، ولی چون هیچ جا گفته نشده نوشته نشده، هر جوری شما دوست دارید از شواهد و به اصطلاح قرائن برمیاد. کسی که بره سوئیس، از سوئیس دوست پسرش رو برداره ببره ایران، حالا شما بگو ایشون هم جنس باز نبوده، ما میگیم شما درست میگی، ما که زورمون به شما نمیرسه. درباره زورمون به شما نمیرسه، دیروز وقتی من برنامه اجرا کردم یه نفر زنگ زد، اینجا بودم گوشی رو برداشتم، گفت که آقای سوربی من از خنده افتادم رو زمین. گفتم چطور شده؟ گفت شما سالهاست که میخوای ما ایرانی ها رو درست کنی، میگی تلفن اینجوری بزنید، سر وقت باشید، به یکی قول میدید اگر نمیتونید برسید زودتر بهش خبر بدید اینها، و شما موفق نشدید. این بار هم ما ایرانی ها موفق شدیم شما رو عوض کنیم. گفتم چطور؟ گفت اولا روز چهارشنبه خبر ندادی که دیر میای، دوما خبر ندادی که اصلا نمیای، و حالا نگاه کن بعد از چند ساعت میشه، از 2 بعد از ظهر تا 8 صبح فردا، 2 تا 2 12 تا 6 تا 18 ساعت برنامه تو دیرتر اجرا کردی، یعنی به کلاب ما یا به باشگاه ما ایرانی‌ها خوش آمدی و یک بار دیگه ثابت کردی که سوربی تو هم 100% ایرانی هستی و خیلی پا
پوز نده، نمایش نده، میگفت دستی دست دستی به هم براریم، فرقی با هم نداریم. منم کلی خندیدم. بذارید صحبت‌های آقای زرابی رو، 5 تا پیام گذاشته بود، ازش خواهش کردم کوتاه‌ترش کنه، ایشون هم لطف کرد. همین نشونه، همین همکاری که میکنه نشون میده که آدم منطقی است. این سالها پیش بعدا من فهمیدم که با اون آقای عموهوشنگ خودمون خوزستانی اهوازی بود، ایشون با آقای هوشنگ هم همکاری داشته و اینها، و یه جورایی هم چون عصبی و داد میزنه، میگن آدم های عصبی و اونایی که فریاد میزنه اینها کسایی هستن که حرف دلشون رو میگن و به شما کلک نمیزنن با محبت و با دروغ. محبت نیست این، با محبت دروغین به اصطلاح سر شما رو شیله بمارن یا ماسمالی کنن، هر چی اسمش میزن. گوش بدیم به صحبت های آقای زرابی. جناب آقای توحی، امیدوارم خوب باشید و سلامت، و سپاسگزار از برنامه‌ای که دارید. نسبت به این برنامه‌ای که دارید، من انتقادی داشتم که ملاحظه کردم برنامه رو، و اون انتقاد شما به محمد رضا شاه تقی بود که گفته بودید چرا ایشون جنازه رضا شاه کبیر رو از توی قبر در نیاورده، از نقش قبر نکردن و اینو دنبال خودش نبرده. ایشون هنگامی که می‌خواست از ایران بره در شرایط بسیار بسیار بحرانی بوده، حتی تاج سلطنتی و تاج ملکه هم با خودش نبرده دیگه، چه برسه به اینکه انتظار داشته باشیم که مرده ای رو از توی قبر در بیاره و دنبال خودش ببره. و اصلا نظر عقل و خرد همچنین چیزی معنا نمیده. همچنان که من همزمانی که از ایران میخواستم بیام، نتونستم پدر زنده خودم رو کولم بندازم بردارم بیارم، نه اینی که فامیل خودم رو که مرده بودم و بهشون علاقه داشتم مثل دایی خودم رو اینم برم از گور درش بیارم دنبال خودم بردارم ببرم به شهر جمعی که مخوام برم. بله، چون فیسبوک پیامای یه دقیقه ای بیشتر نمیذاره، این دقیقه اول بود، دقیقه دوم رو با هم بشنم. اگه شما میخواد انتقادی به شاه وارد کنید، میتونید در یک جا وارد کنید که چرا امیر عباس هویدا رو در زندان باقی گذاشت و اون تومه جلادان شد. ایشون زمانی که میخواست از ایران بره، باید امیر عباس هویدا رو که 13 سال به مردم ایران خدمت کرده بود و وزیر دربار بود و به خود ایشون هم خدمت کرده بود، اینو آزاد میکرد و زمانی که میدونست داره از ایران میره و برگشت توش نیست، اینو برمیدش با خودش میبرد، اما این کار رو نکرد و نتیجه این شد که عباس هویدا اونجا موند و به دست جنایتکاران کشته شد. حالی قفاری اومد زدش و کشتش و حکمش هم خلقادی داده بود قبل از اینی که حتی خوشمش بخواد داده بشه در واقع. بله، این اتفاقاتی که بوده. به هر حال ببینید، هر کدوم از اینها یک سری خوبی هایی داشتن، یک سری بدی هایی داشتن. در مورد اینکه شما گفتید که چرا مومیایی شده، اون هم کار درستی کردن، به خاطر اینکه رضا شاه کبیر اصلا مسلمان نبود و بر اساس دین اسلام نباید که مومیایی بشه. اما ایشون عزیز برادر، پارادوکس میگن نه، تناقض. از این ور شما میگی چون مسلمان نبوده مومیاییش کردن، از اون ور جنازه رو از آفریقا ور میدارن میبرن مکه یا عربستان سعودی، دور حرم میچرخونن بعد میبرن مصر. نمیخونه آقا. بعد اینی که شما میگی همه یه سری خوبی ها دارن یه سری بدی ها دارن، کاملا درست. من شما رو استخدام میکنم، شما کارمند بسیار خوبی هست، ماکسیمومش یه جایزه بهت میدن، میگن آقا مثلا این کارتو بگی شما 2 روز مثلا برو کنار دریا چون خوب بودی، ولی اگه بد بودی یقتو میگیرن، بدتر بودی دادگاه میبرن، خوب بودی برای که حقوق گرفتی انجام وظیفه کردی، بد باشی جرم مرتکب شدی میندازنت بیرون. خوب بودن وظیفه انسانه، بد بودنه که یقتو میگیرن. ما با بدی های اینا مشکل داریم، و الا حالا شما بعدن لابد این آخونده یا طرفداراشون میان میگن آقا اینا یه خوبی هایی هم داشتن، نگاه کن چه جاده هایی ساختن، نگاه کن چه آپارتمان هایی ساختن، نگاه کن به همه تلفن بیسیم و نمیدونم فلان دادن. نکنید این کارو، اینا وظیفه شونه. 2-3 تا چی هم مهمه، جبر زمان، جبر مکان، پیشرفت، اینا همش دست به دست میده. اونجایی که کار خلاف میکنن باید یقشون رو گرفت. باز 27 ثانیه دیگه مونده، با هم گوش میدیم. زندان شما نگو شاه چرا اینو از زندان آزاد نکرد ببره بیرون. من 2 بار با برادر هویدا صحبت کردم اینجا، همینجا فیرفاکس استیشن زندگی میکرد،
دو بار تلفنی باهاش صحبت کردم، حالش خوب نبود و همیشه میگفت انشالله حالم بهتر بشه میام باهات صحبت میکنم، که آخر ما رفتیم تو مجلس ختم بشه. ایشون میگفت من همیشه از حکومت شاه و حکومت خمینی میپرسم برادر منو چرا زندان انداختی، به چه جرمی؟ برادر منو چرا کشتی، با چه جرمی، با چه دادگاهی؟ آقا شاه، این ترامپ میبینی الان اینجا شارلاتان احمد داره در دستگاه قضاییه دخالت میکنه، دیپارتمنت آف جستیس یقشو میگیرن. آخرش شاه اصلا به هیچ کسی احترام نمیذاش، براش دادگاه و دستگاه قضایی و فلان اینا نبود. آقا رو بنداز زندان. شما اول سوال کن هویدا تو چه دادگاهی رفت، جرمش چی بود و به چی محکوم شد، چرا تو زندان شاه بود؟ هویدا دوستم تو زندان شاه بود، نه تو زندان خمینی. بعد اینا زندان ها رو گرفتن، خمینی رو، هویدا رو کشتن. مشکل اینه که شما جمپ میکنی، ایشون انگلیسی از من خیلی بهتر چون جوان بودی که اومد اینجا، جمپ میکنی یعنی میپری، یعنی هر جایی که ما بهت میگیم آقا اینجا نگاه کن، شما میگه الان فعلا اینو ولش کن میپری یه جای دیگه. این از شاخه به شاخه پریدن نتیجه‌ای نداره. 27 ثانیه آخرشو گوش بدیم. اما رضا شاه کبیر همیشه در تقابل با اسلام بود. این حرفا چیه؟ این حرفا چیه؟ خانم بیه جیلانی ممنونم نوشته آقا تمام بچه ها نامشان رضا، علی، محمد و اتفاقا مسلمان دو آتشه بودند. آقا شما یه دفعه خانم بیه جیلانی رو دعوت کن تو برنامه هایی که درست میکنی تا ایشون براتون بگه. بعد ایشون نوشته تاجها که مال آنها نبودند، آنها جواهرات سلطنتی هستند و الا اون چیزایی رو که تونستن به نام خودشون بکنن، اون چیزایی رو که تونستن در اون 57 سال حکومت دوتا پهلوی کش برن و چیز کنن، همه رو بردن، همه رو بردن، ساختمونا رو هم اگه میتونستن ببرن میبردن. آقا چی داری میگی؟ آقای رضا شاه سینه زنی میکرده، گل میمالیده به سر خودش. آقا شما میگی مسلمون نبوده؟ آقای رضا شاه 4 تا آخوند باید به شاه بودنش امضا میکردن و مهر میزدن. اگه ایشون میخواست مذهبی نباشه میگو گور پدر همه تون، من میخوام رئیس جمهور باشم، مردم هم پشت سر منند. اینجاست که من به شما میگم شما اون تعصبی رو که خودت متوجه نیستی داری، ولی میگی من منطقی هستم، ما میگیم اوکی شما درست میگی، دنباله صحبت های شما. خیلی ممنونم خانم دکتر بهیه جیلانی عزیز از پاریس. همیشه در تقابل با اسلام بود، بنابراین کار اشتباهی نبوده و درسته، کارهایی که انجام شده بود از این نظر درسته، اما خیلی کارهای اشتباه هم انجام شده که باید به اونها اشاره کرد. اگر آدم بخواد اشاره کنه باید به حق اشاره کنه، به جاهایی که واقعا جای انتقاد داشته، نه جاهایی که جای انتقاد نداره. روزتون خوش. خیلی ممنون. حالا شما یه روزی مهمون ما باش، خوبیای شاهو شاه به اصطلاح پدرشو که این تلویزیون های شاه اللهی ما رو خفه کردن، از صبح تا شب میگن، یعنی منی که امروز مو دارم برای اینه که کچل نشدم. خیلی ممنون آقای شاه، خیلی ممنون آقای رضا شاه. منی که آبله ندارم، ممنون رضا شاه، ممنون شاه. شما یه روز یه برنامه نیم ساعته درست کن، 57 سال، یه برنامه 57 دقیقه، 57 سال اینا حکومت کردن، 57 دقیقه راجع به اشتباهات اینا برای من صحبت کن، مهمون من باش، منم میشینم به حرفات گوش میدم. یه ویدیوی 57 برای هر یه سال 1 دقیقه اشکالاشون رو من بارها به این دوستان طرفدار پادشاهی گفتم، گفتم شما بیا اینجا، ما میگیم شما اون چیزایی که گفتید خوبیا قبول دارید، مدرسه رفتیم از صدقه سر اینا بوده، دانشگاه رفتیم که دروغ میگید. آقا دانشگاه مدرسه جند شاپور از کشورهای دیگه میمدن، برید ببینید کی تأسیس شده بوده، دروغ میگی. ولی خب میگیم شما درست میگی، میگیم خوبی ها رو بذار کنار، بابتش حقوق گرفتن، بابتش ممنونیم، شما اشکالا و بدی ها رو 57 دقیقه برای ما بگو. میگن باز خانم جیلانی خیلی ممنون، ایشون میدونه من دیروز مریض بودم نمیتونم درست صحبت کنم، آمده کمک من، از این بابت از شما ممنونم. میگه که اولا آقای نوروزی مجید میگه که شما امروز به احمقا توهین کردی، الان بعد از برنامه همشون جمع میشن میگن ترامپ خودتی. خیلی ممنون.
خانم جیلانی میگه رضا شاه میخواست رئیس جمهور شوند، آخوند اجازه نداد، آنها سلطنت را به رضا پهلوی اجبار کردند. خب آفتاب آمد دلیل آفتاب، پس رضا شاه زیر فرمان آخوندا بوده، حالا زیر فرمان انگلیسا که بوده هیچی، زیر فرمان آخوندان بوده. اون وقت اینا میگن شما که فکر میکنید رضا شاه مخالف آخوندا بوده، به من بگید چه کار کرده، چه قانونی رو گذارم، چه قانونی رو گذارم که پدر آخوندا رو در آورد، مجبورشون کرد برن سربازی، مجبورشون کرد مالیات بدن، مجبورشون کرد مسجدها صداشون رو نمیدونم، بیان بگید دیگه. خب بریم سراغ این نوشته هایی که گذاشتیم و دوستان فرستادن. از اون دوستمون از خلیج فارس ممنونم که من اون روز گفتم این عکسایی که شما فرستادید من متوجه نشدم، ایشون گفته که من برات یه چیز به اصطلاح توضیح با صدا برام فرستاده، توضیح با صدا که ثروت کجاست و دست چه کسانی هست، با هم این رو گوش میکنیم. بفرمایید. سلام جناب سربی، اون فیلم و عکسایی رو که درباره ثروت دست کیست یا کجاست که براتون فرستادم فکر میکنم خودش واضح بود. فیلم اولش پرزیدنت. نه دیگه اذیت نکن، اگه واضح بود من باید میفهمیدم، همین که من نمیفهمم و شما میگی واضح بود یعنی توهین به من، یعنی سربی همه فهمیدن تو نمیفهمی. حالا ما قبول داریم همه فهمیدن، من نفهمیدم. شما اگه معلم خوبی باشی همون یکی هم که نمیفهمه تو کلاست یکم بیشتر وقت میذاری که اونم بفهمه. حالا بگی همون فیلمی که ترامپ شروع کرد، بفهم. ترامپ شرح میده که این کشورها خیلی پول دارن و باید پولشون رو گرفت. بعد در اونجا یک شخصی فقط برای نمونه سه تا دخترش رو کشته و بعدنم اعلان کردن که این دیوونه بوده و بیکار بوده و هیچ چیزی نداشته، خودکشی میکنه. و این یک نمونه از فقریه که در این کشورها هست و من تا حالا نتونستم بفهمم چجوری یکی میتونه افتخار بکنه که رهبر یک کشوری باشه که در آن مستمند و بیچاره و فقیر باشند. و این مسئله مهمیه که امروزه و سالها پیش و از روز اول وضع اقتصادی دنیا حکم فرما بوده و اینکه این کشوری ثروتمنده دلیل نیست که مردمونش در رفاه باشن. متشکرم. بسیار ممنون. ببینید با این توضیح کوتاه من آگاه شدم. مدت‌ها پیش ترامپ گفته بود که ما که عراق رو رفتیم نجات دادیم باید نفتاشون رو تا چند سال به ما مجانی بده. مدت‌ها پیش گفته بود ما عربستان سعودی رو اونجا نگه می‌داریم، اینا باید به ما پول بدن. اگر دقت کنید اولین کشوری که بلند شد رفت اونجا عربستان سعودی بود که خود این سالها پیش گفته بود اینا تروریستن، اینا مسئول مدارس اسلامی هستن، اینا حمله کردن به برج دوقلو اینها، ولی چون اونجا بهش پول دادن، قول و وعده به کانترکت ها و قراردادهای دیگر دادن، خفه خون گرفت و برگشت و اون مدال نوکر بودن رو انداختن گردنش. از همه دیگران هم دلاتر شد، هم دلا شد، حالا دیگه نمیدونم بگم وازلین مازلین هم استفاده کردن یا نه، اون دیگه از بعدن میپرسیم. خانم جیلانی میگه آخوند انگلیس هر دو یکی هستن، ایشون درست می. درباره این که این دوستمون، حالا هی من میپرم این ورور، درباره که این دوستمون میگه من نمیدونم چجوری شما میتونی افتخار کنی که رئیس یه شرکتی هستی، شاه یه مملکتی هستی، رئیس جمهور یه مملکتی هستی و افتخار کنی که ما خیلی داریم، وضعمون خوبه ولی مردمت گرسنه باشن، مردمت مشکل داشته باشن، اون آقا از فقر و بدبختی دیوونه بشه، بچه‌هاشو بکشه، خودش رو هم بکشه. آقا همین آمریکا الان شما بنویسید رد نوز، دیدین این دلغک‌ها یک دماغ پلاستیکی قرمز میذارن، بنویسید رد نوز، میگه ما 1,000,000 بچه گرسنه داریم. سربی تو یه دلار برو این گرین وال چی اسمش والگرین برو والمارت برو فلان، 10 دلار بده 10 تا از این دماغ قرمزا بخر تا ما بتونیم 10 تا بچه رو با 1 دلار 1 دلار تو سیر کنیم.
اون وقت آمریکا میخواد بره دنیا رو درست کنه. بذار من براتون این رد نوز رو بزنم ببینم درست میگم. رد نوز، رد نوز دی، اینا ها نگاه کنید. اصلا دیروز بود یا پریروز بود کی بود گفت امروز رد نوز دیه و ما هدفمون اینه که 1,000,000 بچه ای که گرسنه هستن. What is the red nose day؟ یه بار دیگه اینجا توضیح میده. The symbol of comic relief in celebration red nose which is given by supermarket and charity shops such as in red nose. بله این همینه، میگه شما این پلاستیکا رو میخری، بعد ما این پولا رو جمع میکنیم و کمک میکنیم به اونایی که به بچه هایی که گرسنه هستن. اینا میخوان بچه ها از سوء تغذیه بیان بیرون که نژاد فردا قدش کوتاه‌تر نباشه. اون وقت احمقا میرن رو کشورهای دیگه، ببخشید، رو کشورهای دیگه تحریم میذارن. نسل الان عراق به خاطر تحریمایی که روی صدام حسین گذاشتن میگن 1 اینچ، 2 سانتی متر و 6 دهمی هم چیزی قدشون کوتاه‌تره. در صورتی که هر نسل قد بلندتر میشه برای که تغذیه بهتر میشه، بهداشت بهتر میشه. خب این مسئولش کیه؟ مسئولش این نمایندگان مجلس هست. بیاین تو واشنگتن ببینید اینا رو، نشستن تو کافه، اون نشسته اونجا داره صحبت میکنه. به دختر جوانه میگه فردا لباس کوتاه‌تر بپوش چون اون فلانی تو رو دوست داره، پول بیشتر میده. یعنی حقیقتا جاکشی دارن میکنن. نماینده های مجلس اینجا یه مشت پیرزن و پیرمردی هستن که یه مشت پسر جوون و دختر جوون دور برشون میان. اون بدبختان با این امید اومدن که اینجا برن اینترنشیپ، حالا رشته حقوق خوندن، رشته قانون سیاسی خوندن، علوم سیاسی خوندن، اینجا برن سیاستمدار بشن. تو این ماجرا که میان اگه بهشون تجاوز نشه، عرق خورشون نکنن، نمیدونم فلان اینا، فقط یاد میگیرن پدر سوخته باشن اگه میخوان موفق باشن، یا افسرده میشن برمیگردن میرن دنبال کارش. بیاین این واشنگتن 20 دقیقه است از خونه من تا واشنگتن 20 دقیقه. بیاین برین دور مجلس، 600 700 نفر اینجا هستن، 500 خورده نماینده است، 100 تا سناتور. حالا یه سناتورش آقای جان مکن فعلا مریضه، مرده که نمیاد بگه آقا من مریضم، سنم هم 80 خورده، من نمیتونم این کارو انجام بدم. برای چی؟ برای پول. میخواد همین جوری حقوقه رو بگیره. ایشون هم یکی از طرفدارای سازمان مجاهدین جنگ طلب، یکی از اونایی که داعش رو راه انداخت و اسلحه داد دست داعش، بعد گفت من نمیدونستم که اینا داعشی هم. خب آخه تو رو با الاغ عوض کنیم، صاحب الاغ میاد میگه که من الاغمو میخوام، این چیه دادی من؟ این نه بار میتونه ببره نه مغز داره. Red nose day is today. What's exactly it's now. بله همینه، اینا بهتونم اینجا نشون بدم. هر کی مثلا 10 دلار بدی 10 تا بهت میدن، تو هم میدی به دوستات. و اونم به نظر من یه کار اشتباهی، خب اقلا پول همین پلاستیکر هم برید به دردی بزنید دیگه. چیال یه پلاستیک اینقدی درست میکنید، این پلاستیک ها همش بعد منجر میشه به رودخونه ها و اینا رو میره کثیف میکنه. خب ببینم دیگه اینجا چی داریم. تاریخ امروز، تاریخ امروز چه قرنیست؟ این دوستون اینو فرستاده روی ویدیو نوشته که بذارید من بخونم. اینم خیلی طول میکشه تا توهین یک رأس آخوند قرمساق به رضا شاه بزرگ. اینم صحبت کردن دوستان، اینایی که میگن گفتار نیک پندار نیک کردار نیک، یادتون باشه وقتی هم بهش میگه آقا این گفتار نیک کردار نیک پندار نیک که آقا کوروش یا داریوش یا هر کی گفته، برای کی گفته؟ خب برای دوستان و فامیل که همه پندار نیک گفتار نیک کردار نیک دارن. اینو برای اون سعدی حتی گفته بود با دوستان مروت، با دشمنان مدارا، یا با دشمن دولیت برعکس هر چی. برای دشمنان، برای یک غریبه‌ای که میرسه باید با اونها. حالا نگاه کن ببینیم چی گفته اینا. جسد مومیایی که پیدا شده که منصوب به رضا خان هستش، این شیطان هستش، باعث فقر و بدبختی و بلایای طبیعی و زلزله و خوشسالی در مملکت ایران میشه. این شیطان باید از کشور خارج بشه یا سوزونده بشه یا نابود بشه. باید درس عبرتی بشه برای تمام کسانی که به این مملکت خیانت میکنن. این جنازه رو حداقلش اینه که از کشور خارج بکنن که باعث فقر و بدبختی و زلزله و خوشسالی تو مملکت ما. نه خدایش هر کی به این گفته قرمساق درست گفته، چون یکی به این بگه احمق
خدایی که تو بهش باور داری و تو فکر میکنی 6000 سال هست که نشسته دنیا رو آفریده، خدا حریف شیطان نشده. حالا تو با سوزوندن این مجسمه مومیایی، با اخراجش از ایران، تمام این مشکلات رو میخوای حل کنی؟ بذار بهت بگم مشکل چیه. مشکل این نیست، مشکل اینه. بذار بهت نشون بدم، شاید تو هم یه چیزی یاد بگیری. که آقای جوادی آملی میگه که اگر مردم قیام کنن ما را به دریا میریزن. اینی کی گفته؟ یا امروز یا دیروز، تاریخ 27/4 امروز، نوشته دوچه وله است. این آخونده شما نگاش کن، یه بچه یه جوونی که اینا معمولا از ده بلند میشن، میان میرن طلبه میشن که لازم نباشه حتی تو مزرعه باباش کار کنه، اوکی؟ یه آدم های تنبل، بعدم میرن اونجا گشادشون میکنه. جوادی آملی گفته اگر مردم قیام کنن ما را به دریا میریزن. آخه پوفیوز، تو به اون جوونی از این بیشتر میفهمی؟ برو بشین رو دامن این تا برات توضیح بده. آیت الله جوادی آملی نگران است که مردم قیام کنن و همه ما را به دریا بریزن. او میگوید اگر ملت به خاطر همین مسائل نامطلوب شورید، دیگر همه را میشورد و کنار میگذارد. آقا تو هم دوزاری دیر افتاده. خمینی اینو سالها پیش گفت، گفت مواظب باشید، اینا که اومدن ما را آوردن اینجا، اینا اگر از ما ناراحت بشن تک تکتون میکنن. حالا آقای آملی، ولی یادتون باشه من گفتم که آخرای دوره شاه هم بعضی ها هی اومدن به شاه نصیحت کردن، آقا دیدید امضاهایی نمیدونم سه تا چیز و وزیر و فلان و اینها، همه رو شاه کم محلی کرد تا روزی که دیگه دیر شده بود. حالا این آخوندا احتمالا نشون میدن که اینا زبلن، به موقع عمل میکنن یا نه. اجازه بدید که آقای نوروزی هم پیام گذاشته، پیام های ایشون رو هم بشنویم و ببینیم که چی میگه. مجید جان فیلم درست کن، ویدیو درست کن تا من وقتی گلوم اینجوریه نمیتونم صحبت کنم، صحبت های شما رو پخش کنم. ساعت 2:24 الان ساعت 2:33 9 دقیقه قبل ایشون این پیامو گذاشته، با هم گوش میکنیم ببینیم چی میگه. سلام عبدالرحمن جناب سوری، من مجید هستم با خدمتون رسانه در مورد خاندان پهلوی. اگر ما رجوع کنیم به کتابایی که خودشون نوشتن، از جمله کتاب خود بانو دیبا مادر فرح، کتاب ابوالفضل ایرانی و کتابات خودشون، اصلا با دست خودشون نوشته شده، خیلی چیزا رو می‌دونیم، متوجه بشیم اصلا دلیل نداره که کسی بخواد کورکورانه تعصبی خرج بده خوبی یا بده. خدمتون رسانه، من کوچیک بودم، بچه بودم، تلویزیون ایران دولت جمهوری اسلامی گفت یک مصاحبه با 55، من نمیدونستم جریان چیه. بعد چند روز یک مصاحبه 55 اومدن تبدیل کردن، گفتن ما در عرض یک سال اینقدر تلفن دادیم به روستاهای ایران که برابر با 55 سال دوران شاه بوده. بابا من خوب بزنم اون موقع، خب اون موقع تلفن تو بورس بوده، مثل از اون نبوده که همه راحت باشه. اگر راست میگیم یعنی عرضش 15 سال بشه و تمامی روستان خط موبایل بکشه. حالا جگل اینجوری شده، اون کارهایی که شاه در زمان خودش میکرد کارهایی نبود که اینقدر مهم باشه. مثلا میگن که اگر مواد نمیوردن چه باشه، این تمام دنیا بودن که مواد اووردن برانه شفش اقدام کرده. مجی جان صدای تلفنت خوب نیست، نمیدونم تلفن دستیه با اسپیکر داری صحبت میکنی. درصد ممنونم، گرفتم. این همون شد که من گفتم دیگه، شرایط زمان و به اصطلاح مکان و اینها هم با هم دست به دست میدن تا یکی سیم برق بکشه یا یکی نمیدونم تلگرام را بندازه، یکی تلگراف خونه را بندازه و الی آخر. و این متاسفانه هست، در این باره هم جوک ها ساختن، میگن یه نفر اومد آمریکا رفت توی شرکتی کار میکرد که اینا کندن و یه جایی داشتن ساختون میکردن، دیدن یه مش سیم و اینها هست، اومد گفت نگاه کن ببین مثلا اینجا 60 سال پیش ما سیم داشتیم، تلگراف رد شده و اینها. گفت برو بابا ما از شما 100 سال جلوتر بودیم، مال ما هر چی بکنین سیم نیست، چون ما از قدیم بی سیم بودیم. این اینجوریه، با اینا نمیشه طرف شد. وقتی مغزشو ست کرده که آقا اگه رضا شاه نبود باباش کچل بود، اینم آبله داشت، این دیگه همینه. رضا شاه اومده، ببخشید مگه ما میمونیم؟ میمونا میشینن سر همدیگه رو شپشاشون رو نمیدونم جونورا رو پیدا میکنن و میخورن.
چیکار کرده رضا شاه برای آبله و نمیدونم فلان و بیسار و اینها، کسی که نه سوادی داشته، کسی که تا رسیده با قلدری و زورگویی. ولی نمیشه حریف اینا شد، برای که ببخشید منطق خبری نیست، منطق فعلا با چی میگه بارش بسته و رفته. بذارید یه چیز دیگه هم اینجا نوشتم، نو سابجکت. آها، یه صحبتی راجع به این شیرازی ها میگن مو از خرس کندن شتله، یه چیزی اینجوری، من هیچ وقت این کلمه رو ندیدم تو نوشته که بتون بفهمم، ولی بعدا دیدیم که میگفتن از خرس موی کندن غنیمته، مو از خرس کندن غنیمته. یه آقای آمده یه داستانی نوشته، این داستان قدیمی و ضرب المثل رو ربط داده به الان، که اسمش هم هست علیرضا کاردار در زمینه طنز روزنامه قانون نوشت: در زمانهای قدیم جنگلی بود خوشاب و هوا که اهالیش به لهجه محلی به اون جنگیل صداش میکردن. در جنگل خرس گنده‌ای بود که کاری جز عسل خوردن نداشت. همه اهل جنگل در عجب که خرس با این هیکلش چطور با یک پیاله عسل سیر می شود و روز به روز گنده تر می شود. خرس صبح تا شب یا داشت چرت می زد یا خودش را به تنه درخت می مالید و می خاران، یا لم داده بود و منتظر بود کسی مگسی پیدا شود تا به سبک خاله مرحومش با تخت سنگی لهش کند. به جز این کارها خرس اتفاقی اخلاقی داشت که همه را به ستو آورده بود. من این قسمت رو نفهمیدم، این ماجرای مگس ما شنیده بودیم که یک شکارچی بوده، یک خرسی داشته، بعضی وقتا این خرس و مرسا رو به عنوان پت مثل سگ و گربه نگهداری میکرده، هنوز هم اینجا هست، خیلی ها دارن، برب دارن، پلنگ دارن. بعد میگن یه روزی این خوابیده بوده، اون مگسه میاد رو صورت این شکارچی، خرس میزنه که با سنگ که این مگس بره اونو میکشه، که میگن دوستی خاله خرسه. حالا اینجا نوشته این خرس منتظر یه مگسه که بیاد. اینم از این تنازای امروز، اگه کسی این آقای علیرضا کاردار میشناسه بگه به من کانتکشن ها. من میخوام بگم آقا این داستانه اصلی رو که شما آمدی اینجوری خراب کردی، به جنگل میگی جنگل، بعد خرس نشسته منتظر مگس که مثل خالش کسی رو بکشه، اصلا یه چیز بی ربطی درست کردی. در صورت اینم از دوستان ما غنیمته، بله، ولی میدونم الان اینجا هم نوشته مو از خرس کندن غنیمته، ولی تو شیراز میگفتن شتله، نمیدونم یعنی چی. حالا این شتله و اون قماربازا که میرفتن تلکه میگرفتن اینا، یه رابطه باید این با این باشه. بذارید یه چیزی رو از ترامپ براتون بگم. ترامپ ضمن این که در زمانی که میخواست انتخاب بشه میگه این ریخت و پاشا این پولای زیاد دولت حروم میکنه، من میام، من بیزینسمنم، من مو رو از ماس میکشم، اگه یکی میاد اینجا ما معروفیم، مکدونالد داریم، میبریمشون مکدونالد، بعدم میشینیم صحبت میکنیم. مردک روانی شارلاتان با زنش سه روز تمام این چیزایی مثل مهمونی های سلطنتی اینجا راه انداخته بودن، چون میدونید این عقده داره، این حتی میگه حتی رژه این رفته فرانسه، اون روز ارتش بوده اونجا، روز هرچی بوده، این تحت تاثیر قرار گرفته، حالا میخواد خودشو برسونه به اونا. در صورتی که آمریکایی‌ها همیشه نگاهشون به فرانسه نگاه پایینیه، با وجودی که فرانسه کمک کرده آمریکا از دست انگلستان نجات پیدا کنه و به اصطلاح مستقل باشه و جمهوری بشه و اینها، ولی آمریکا به خاطر جنگ که بعداً فرانسویان نیومدن و اینا رفتن اونجا رو آزاد کردن، همیشه به فرانسویا یه جوری حقارت‌آمیز نگاه میکنه. ولی این ترامپ چون آدم حقیری است، شارلاتانه، آمده حالا اسیر این فرانسه شده و اومد سه روز چه مهمونی گذاشت. حالا این که رفت مکدونالد هم نبردش هیچی، خانم مرکل، آنگلا مرکل از صدر اعظم آلمان امروز اینجا هست و قرار دو ساعت با ترامپ باشه، یا با خانواده ترامپ، با خودش تنها، و میگه که آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در حالی روز جمعه در کاخ سفید با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار خواهد کرد که در مقایسه با امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه استقبال به مراتب سردتری از او صورت خواهد گرفت. صدر اعظم آلمان برخلاف رئیس جمهوری فرانسه که در جریان سفر سه روزه خود به ایالات متحده با عالی ترین میزان تشریفات مورد استقبال قرار گرفت، تنها حدود دو ساعت با دونالد ترامپ سپری خواهد کرد.
خب بهتر، هرچی کمتر بایی باشه آبروریزی کمتر. دیدید چه مسخره بازی در آورد بود با اون مرده که میگفت اینجا خطک ریخته، نمیدونم دستش گرفته بود کشیده بود، امروز این برنامه نوشته بودن که این آقا چرا دوتا انگشتر دستشه، انگشتر عروسی آقای دادرس فکر کنم نوشته بود که نمیدونم یکیش مال چیش بوده، مال آهان شیتیلیه، بله میگن اون شیتیله. اوکی، اون کتابی هم که میگی آقای نوروزی مجید عزیز، گفتن که این چون تو ایران چاپ شده بوده اون کتابه که خانم به اصطلاح مادر خانم فره اون نوشته، میگن که دستکاری شده بوده، ضمن اینکه اون مادر فره هم به شدت مذهبی بوده، چندین بار با همین آقای انصاری مکه و زیارت جاهای مختلف رفته بوده، حتی از این به اصطلاح چی میگن خانم فره پهلوی خیلی این ور و اون میپریده و با مردای مختلف بوده. آقای انصاری وقتی میره شکایت میکنه، شکایت میکنه به مادر فره و میگه این آبروریزی میکنه و فلان اینها، که بعد فره میاد به انصاری میگه حالا دیگه من اختیار وسط پام رو هم ندارم، که بعد گفتن خب حالا شما اختیار وسط پاد داشته باش، شارب با طلا و اینم این ور اون ور، اون جوکایی ساختن که گفتن وقتی در میزنن میگن کیه، میگه ما، میگه یکی یکی بیان داخل. در صورت این کاریکاتوری که اینجا کشیدن خیلی قشنگه، نشون میده که ترامپ اینجا وایساده برای ماکرون، فرش قرمز اینجا میگیم رد کارپت پهن کرده و این میاد، ولی برای این یه استخر درست کرده که این باهاش شنا کنه تا برسه به اینجا. و میگه ایمانوئل ماکرون امیدوار بود با برقراری رابطه صمیمانه با دونالد ترامپ بتواند در نهایت بر موضع او و در مورد بسیار از اختلافات دو طرف از جمله توافق هسته‌ای با ایران، تغییرات اقلیمی، تجارت جهانی و تأثیر بگذارد. در مقابل آنگلا مارکل که رابطه صمیمانه با باراک اوباما رئیس جمهوری سابق ایالات متحده داشت، از همان ساعت اولیه انتخاب دونالد ترامپ به سمت ریاست جمهوری آمریکا روش متفاوتی را برگزید. خانم دکتر جیلانی میگه مادر فره هرگز کتاب ننوشته و آمریکا پول داره ولی فرانسه فرهنگ. اینم فرانسوی ها یه جوری نمیدونم تو دنیا تبلیغات کردن که زبانشون زبان عشق فرهنگ دارن، خدایش همچینم با فرهنگ نیستن. شما اگه یکم مطالعه کنید مثلا این عطر و اتکلون و بوی بدن و اینها نگاه میکنید، تو فرانسه بهداشت و نظافت فردی و اینها خیلی چی نیست. و بعد از آلمان که 30 چند سال پیش بودن و هر جا میری بوی ادرار از بس آبجو میخورن توی هست، فرانسه هم یکی از کشورهای بوداری بود. البته دیدم توالتای خیلی تمیزی گذاشتن عمومی که بعضیاش پولی بود بعضیاش هم نه همینجوری مجانی بود، و هر یه نفری که میرفت بعد آب همه جا رو میشست، اصلا کف اونجا رو هم میشست و یه چند دقیقه صبر میکرده. خب ایشون میگه تاریخ دارن، خب تاریخ مکزیک هم تاریخ داره، چین هم تاریخ داره، اصلا یه مطالعه کنیم ببینیم اولین کسایی که تاریخ دارن کیا بودن، برمیگرده به آفریقایا. و تاریخ داشتن نشونه تمدن نیست، و البته فرهنگ که مجموعه عادات یک قوم یک کشور رو میگن فرهنگ اون کشور. مثلا اگر اینجا تو آمریکا شما هر جا که رامیری این اون به اون میگه که ببخشید، اون میگه خواهش میکنه، اون میگه ببخشید، اون خواهش میکنه. تو آلمان یادمه جوک ساخته بودن که طرف میگه خوب خوابیدی دیشب، میگه نه آقا این قطار نیزاش بخوابم، میگه آقا ما که اینجا قطار نداریم، میگه پس این چی بود، میگه بیچنتم چن، میگه نه بابا این یه بنایی بود داشت دیوار میساخت، این کمکش بهش آجر میداد میگفت بیتیشن یعنی بفرمایید، اونم میگفت دانکیشن یعنی ممنونم، بعد این میگفت بیتیشن دانکیشن بیتیشن دانکیشن، این فکر میکرد قطاره. این جوکا رو ساختن خیلی رو این که جنرالایز یعنی عمومیت بدیم که مثلا بگیم شیرازی ها همه خوبن، خب من استثناء هستم، این بعدش هم داری میبینی اصفهانی ها خسیسن، خب من دوستای اصفهانی دارم خیلی از شیرازی ها و از تهرانی ها هم دست و دل بازترم. بمانه ما هم داریم، مصر هم داره، بله خیلی ممنون. آقای نوروزی میگه و میگه که در کتاب دخترم فره به وضوح نوشته که محمد رضا اندکی قبل از خروج از ایران
رو کرد به تمام خانواده و درخواست کرد که اگر چیزی از نظر مالی میخواهند بردارن که در خارج از ایران آویزون محمد رضا نشود. در همین کتاب نوشته شده که فرع درخواست میکنه از شاه که هواپیمای 25 میلیونی دلاری بوئینگی را که باهاش از ایران فرار کردن را نگه دارد. شاه پس از تحقیق متوجه میشه که این هواپیما به نام کشور ایران خورده، مگه این هواپیما را نمیشه نگه داشت؟ ولا سکو. اولا بذار میگه اول برادری تو ثابت کن، بعدا طلب ارث و میراث. اول ثابت کنیم که مادر فرع پهلوی کتاب نوشته یا نه، اینو از آقای انصاری میپرسیم. یک. دوم، اون چیزی رو که شما میگی هر کی هرچی میخواد ببره من در خارج آویزون به من نباشید، اون ممکنه یه جورایی درست باشه. آقای اردشیر زاهدی که هنوزم زنده است درباره این هواپیما، هواپیما اسمش شاهین بوده و 25 میلیون هم نبوده، گویا 40 میلیون بوده. اون موقع 40 میلیون هم خیلی زیاد بوده. فرع اینجا یا هر جا که بودن، حالا بدبخت داره میمیره، این نق میزنه. آها ببین، زرنگی آخوندا، آخوندا تا اینجوری میشه میان بر علیه خانواده این شکایت میکنن به دادگاه های دنیا. هر جای اینا ثروت دارن فلان اینا، دادگاه، دادگاه قانونی. بعد یکی از اونا این بوده که آقا این هواپیما مال مردم ایرانه، مال ملت ایرانه، مال دولت ایرانه و این آقا برداشته فرار کرده، فرار کردی نوش جونه، هواپیما بعد برگرده. همون موقعی که اینا حالا فکر جونشون بودن، ببینید این فرح چقدر خسیسه. این نق زده به شاه که من به تو گفتم هواپیما رو بکن به نام خودمون، نکردی، حالا اینا یقتو میگیرن. و زاهدی بهش میگه شما میلیاردها دلار به خودتون پول آوردین یا پول دارین از قبل گذاشتین، برای این 40 میلیون هواپیما چرا اینقدر خودتو پاره میکنین؟ اون داستان اینه. اگرم چپوندنش تو این کتاب یک کمی بین خطارم باید خوند. بله، باز خانم جیلانی میگه دروغ و لطفاً همون ماجرای چیز. ولی خانم جیلانی ماجرای هواپیما و ارتشیر زاهدی و نغنغ کردن فرح، حالا میدونم خانم جیلانی هم یه دفعه رفته با فرع عکس گرفته، ولی فکر نمی کنم ایشون از اونایی باشه که حالا یه بار رفته با فرع عکس گرفته سلطنت طلب شده باشه، چون اصلا فلسفه سلطنت، این سلطه و زور گفتن و اینا یه چیزی بی خودیه. اگه خوب بود که فرانسه که شما میگی فرهنگ داشتن، ول نمی کردن بیان رئیس جمهور باشن و به اصطلاح می رفتن دنبال سلطنت. این از این ماجرا. خب اینم استقبال ترامپ از اینو بریم ببینیم بعدش براتون چی گذاشتم. آها، یه دوستی داریم به نام آقای سیروس دولتشاهی، ایشون لطف کرده یه ایمیلی فرستاده. این همون دوستی هم هست که اون روز نوشته بود ملت ایران، مردم ایران، فارسی زبانان. گفتم آقا من تا حالا فکر میکردم ملت و مردم یکی هستن و چرا شما هی جمله ها رو طولانی میکنید؟ ولی امروز یه ایمیلی دیدم که از اون جالب تره. نوشته من دارم این پی دی اف رو، این نامه رو، این مقاله رو با شما شیر میکنم، این آیه شیطان هست توی قرآن. گفتم چقدر خوب شد شما این زحمت رو بعد از 1400 سال کشیدیم، چون ما تنها مشکلی که داشتیم و به هیچ جا نمیرسیدیم این بود که این آیه های قرآن رو بلد نبودیم. و چقدر خوب شد که بعد از 40 سال که اینا تو ایران هستن شما اومدی این لطف کردی. آقا من نمیدونم، والا اینا بیکارن، برید بابا یه کاری پیدا کنید مثل ما بشینه جلو دوربین برای خودتون مزخرف بگید. در اصل تشکر کردم از ایشون، البته که امیدوارم از فردا تمام مشکلات ما حل بشه. جوادی آملی رو براتون گفتم. اجازه بدید من یک آگهی کوچولو از این دوستمون آقای بیژن جعفری برای شما اینجا بذارم. اگر خواستید ماشینی بخرید، ماشینی بفروشید، معاوضه کنید، حتما با خرید فروش و معاوضه اتومبیل در خدمت شما والنتاین، والنتاین موتورز اینک، و تلفن از شما خدمت از دوستان، همین آقای جعفری و دوستانشون، همکارانشون، شماره تلفنشون هست 301 735 75 53. و ناگفته نماند که من بارها از ایشون خواستم که بیان یه دفعه راجع به خرید و فروش ماشین و اینها و کلکایی که بعضی از این کروک شالاتان میزنن بگن. اون روز من با ایشون بودم 31 مارچ، یادمه چون نوه من 31 مارچ دنیا بود، با ایشون بودم 10 دقیقه صحبت میکردم یه چیز یاد گرفتم. گفت الان رسم شده
طرف میره یه سند اضافی میگیره میشه 10 دلار. این سند رو میذاره تو خونه، سند با سند جدیده یا یه چیزی اینجوری رو خره، میره وام میگیره از اینایی که بهشون میگن لون شارک، یا اینا دیدی نوشته تایتل مکس، یا نوشته ماشین، سند ماشین تو بیار بهت میدیم، یه وامی از اون میگیره، بعد ماشینه رو میزنه تو روزنامه، ماشینه رو به شما میفروشه، چون رفته یه سند قبلا گرفته ماشین اینجا، اینم به سند. شما الان وسیله ندارید که همون موقع ببینید این روش لون گرفته یا نه. شما ماشین میخری میری، ولی این ماشین به اون بانک نیست، یه چیزایی مثل بانک شخصی، به اون بده کار. 7000 دلار دادی به این، مثلا 4000 دلار هم به اون بده کاری و خبر نداری، یه دفعه میان برش میدارن میبرنش. اینجوریه، مواظب باشی. بله، خانم جیلانی میگه که آخه هواپیما را میخواستن کجا نگه داشته باشن، حتی یک ماشین نمیتوانستن. ببینید خانم جیلانی عزیز من، اینا که نمیدونستن این بلاها به سرشون میاد، بعد اینجا همه هواپیما دارن، بعد اینجا شما میری هواپیما تو پارک میکنی تو مناسس، این دوست ما آقای قفاری هواپیما داشت، حالا اون هواپیما بزرگتر میاد تو دالاس ایرپورت پارک میکنه، آقای ترامپ هواپیما داره تو نیویورک پارک میکنه، دوست ما کشتی داره فلانجا پارک میکنه، پول میدن پارک میکنه. این اونجایی که ما تعصب به خرج میدیم. اینا وقتی اومدن که فکر نکردن اینجوری میشن. شاه امیدوار بود این بار هم اشرفی پیدا بشه، شعبون جعفری بیمخی پیدا بشه، دری به دیواری بخوره این برگرده. تمام اینایی که مریضن نمیگن من دارم میرم که بمیرم، میگی من میرم، شاه گفت دیگه من دارم میرم، خستم میخوام برم استراحت کنم، حالم که بهبود پیدا کرد برمیگردم. بعدم اونا حسابی حالشو بهبود بخشیدن، که چه شایعاتی هست که همین فرح نگذاشته دکترایی که باید اونجا باشن و دکترای فرانسوی که با ایشون، خانم جیلانی فکر کنم چون شما فرانسوی هستی، فرح پهلوی هم فرانسویه، دکترای شاه هم فرانسوی بودی، داری اینجا همشهری بازی در میاری، نکن همچین. بله، در هر صورت اینا اگر میدونستن، شما اون آخرین گریهی که شاه میکنه و میگه که من که 6 فوت به اصطلاح یا 6 متر کفن بیشتر نمیخوام یا 6 فوت زمین بیشتر نمیخوام، اینا اگر این چیزی رو که امروز گفتن وقتی داشتن میمردن، اگه اون موقعی که تو قدرت بودن که نمیمد بگیم که در جوانی پیر بودن، در جوانی خوب بودن شیوه پیغمبری است، ورنه هر گبری به پیری میشود پرهیزگار. بگذاریم از این که بعضیا پیرم میشن پرهیزگارم نمیشن، بگذاریم از این که اینا تو جوانی فقط فکر اینن که برن قدرت پیدا کنن، پول پیدا کنن، مال پیدا کنن، بعضی هاشون وقتی هم پیدا میکنن دیگه بلکن معامله نیستن، ولی اینا واقعا خبر نداشتن. تلگرافی ننویس دیگه برام، اصلا دروغ، من قبول ندارم اینا. و آقا شما بنویسید اون قسمتی که ویدیوی ارچیل زاهدی رو نگاه کنید، یعنی ارچیل زاهدی دروغ میگه؟ اگه ارچیل زاهدی که هم داماد شاه بوده هم یه جورای پاانداز شاه بوده اینجوری دروغ میگه، میگن اردشیر زاهدی عاشق شاه هست، یعنی اینقدر دوستش داره، به خاطر که اونم به این مدیون بوده، به خاطر که پدر اردشیر زاهدی حکومت رو داد به شاه. خیلی ماجراها پیچیده تر از اینی که با این نگاه ساده. و یه چیزی دیگه بهتون بگم، شاید به دلیل اینکه من و شما آدمای خوبی هستیم، ما خبر نداریم تو مغز اینایی که بدن چی میگذره، ما اصلا نمیتونیم باشیم مثل اون، نمیتونی کلا. شما خودتو بذار جای رضا پهلوی، میتونی کسی که پدرت بهت گفته تا موقعی که این مرد بهش حقوق بدی بیای پول اینم بگیری بخوری؟ آقای حیدرعلی شهبازی، حیدرعلی شهبازی کسیه که به رضا پهلوی کاراته و کنفو و اینا یاد داده، کسیه که مأمور حفاظت شاه بوده، کسی که زن و بچهش ول میکنه تو ایران با شاه میره پاناما و اینها، و شاه اونجا بهش میگفته علی اخباری زور مثلا بیا بشینیم با هم اخبار گوش بدیم و اینها، بعد رضا پهلوی پول اینو میخوره، بعد دادگاه و دادگاه کشی و اینها. شما اصلا همچین چیزی به مغزت ممکنه نتونی چی میگن تجزیه و تحلیلش کنی، ولی خب آزادی هر جوری دلت میخواد. بذارید من یه پیام گرفتم، یه مقدارشو پخش کنم، اجازه بدید.
سلامت بودم آقای سوربی، من امین هستم. امین کجا بودی آقا؟ نگفتی این پیام پخش نشه، من حالا با همه اینا پخش نمی کنم چون صحبت های کردی. این همون ماجرای آقا امین که من به اون دوست همشهریم گفتم. تلویزیون ما با شما تعهدی نداریم، شما با ما تعهدی نداریم که من اگر یه روزی برنامه شروع کردم و شما بیننده من بودی سالهای سال بیننده من باشی. هر وقت بیکار باشی نگاه میکن، هر وقت بیکار نباشی میری دنبال کارت. ولی جالب اینه که بعضی از دوستا از ما طلبکارن. اتفاقا امروز نوشتم این هم بدهی ما به شما، بفرمایید طلبتونو بگیرید. بعد آقای پتیک نوشته آقا شما به ما بدهی نداری. گفتم شما فکر خودتو نکن که هم حمایت میکنی هم طلبکار نیستی. بعضیا اصلا انگار ما دنیا که اومدیم به اینا بدهکاریم. حالا کلمونو نمیدونم آقای رضا شاه کچل نکرده، صورتمونو پسرش آبله نکرده فلان، اینا از ما طلبکار هستن. در اصل همینجا من حالا بهت بگم، تعارفم نمیکنم، اصلا اگه پیام نگذاشته بودی اصلا یادم نمیمد که من یک بیننده ام به نام امین داشتم. ولی یادم اون وقتا زنگ میزدی و پیام میذاشتی اینا. خیلی خوشحالم که بازم برگشتی و من فلسفه‌ام تلویزیون مردم اینه، چون که با ما هستی خوش آمد. وقتی هم که رفتی با امید دیدم دوباره ببینم. بله، میگه که این خانواده با پول رابطه بیمارگونه دارند، خیلی حسابگر. بعد آقای اینا خانم جیلانی میگه، خب اگر اینو میگید دیگه پس اونم تایید میکنه که اونم درست. آقای نوروزی میگه که تاریخ را باید بی تعصب دید تا ازش درس گرفت. اگر امید به بازگشت نداشتن، چرا فرع این همه هزینه میکرد برای ارتش خیالی هزینه میکرد؟ ببین عزیز من، فرع اولا از این ور اون ور پول میگرفت، از کشورهای عربی، از شاه حسن بوده مال مراکش، بعد از کشورهای سعودی و الا اینا. آقا اینا اگر شما از سردرد داشته باشی بمیری یه قرص آسپرین بهت نمیدن. ببین همین خانم بیه جیلانی که داشت ازشون یه جوری حمایت میکرد، میگه این خانواده با پول رابطه بیمارگونه دارد. یعنی چی؟ یعنی داره تایید میکنه که اینا به پول که میرسه اینجوری هستن. حالا شما میگه اگه امید ندار، اینا اینجوری هستن مثل کسی که عرق میخوره بعد میره دست نماز میگیره نماز میخونه، میگه حالا شاید خدایی هم باشه. اینم همینه، پولا و زندگیشون و اینها داشتن زندگی میکردن، یه پولی هم که گیر میآوردن، یه پولی هم بدبخت ارتشی که این ور اونور گیر افتاده بوده، چقدر زناشون طلاق گرفتن، چقدر زناشون رفتن سر کار، همچی که رفتن سر کار گفت برو گم شو، تو ایران نمیدونم سرهنگ بودی فلان بودی، اینجا هیچ چیزی برای من، ولشون کردن رفتن اینها. اینا مال دو شای بهشون دادن، اینا ارتش خیالی برای خودشون درست کردن. این ارتشی که شما میگی کجا موجودیتش بود؟ تو کدوم کشور بود؟ بابا این مجاهدا حالا خراب شدن ولی 30 سال پیش وجود داشتن. ارتشی بود، نفراتی بود، یکانی بود، دکانی بود برای خودشون. مال رضا پهلوی و مادرش کجا بوده؟ همش تو این جشن هنر، تو اون جشن فنر شرکت کنه، همش اینجا عروسی، همش اونجا عروسی. و اونا دروغ، ارتش خیالی. کدوم ارتش خیالی؟ هر کی هم رسیده پول گرفته خورده داده به بچه‌هاش. آقای دکتر منوچهر گنجی وزیر آموزش پرورش رئیس کل ما بوده، آمده اینجا رفته با CIA ساخت و پاخت کرده، پولا رو گرفتن و خوردن و ایران هم بردن دادگاه شکایت کردن، پولا رو گرفت برای بچه‌هاش خونه خرید. بعد هم این خانم رکسانا وقتی چیزی برام مامان بابام برام یه آپارتمان کوچولو خرید. کدوم یکی از شما باباتون براتون یه آپارتمان کوچولو خریده؟ اوضاع خیلی خراب بوده. اگه اوضاع خراب نبود اردش زاهدی نمیمد بگه آقا کار خراب بوده، صدای منو در نیارید، رو فیسبوک گذاشتم ببین. بله خیلی ممنون. ضمناً تاریخ رو شما میگی بدون تعصب. ببین شما میری یک میگی نبودی که بگی خودت بگی من آقا دیدم با چشم خودم. باید به یک کسی اطمینان کنی. ببین شما به من بگو تاریخ بدون تعصب شما کجا پیدا میکنی؟ نیست. تاریخ رو برندگان نوشتن، اونایی که بردن تو جنگ، اونایی که کشتن مردم، اونایی که به تاراج بردن کشتن. صحبت از کشتن و بردن و اینها شد، این کلیمیان صهیونیستا دارن این ترامپ رو انگولک میکنن، میگن ببین تو سایروس دی گریت ما هستی،
سایروس دگریت هم کوروش کبیره. و اگه یادتون باشه این کوروش کبیر آخرش سرشو بریدن انداختن توی تشتی، مادر اون جوونی که بچهشو کشته بود بهش گفته بود خب بیا خون میخوای حالا بشین توی این تشت خون بخور. بعد اومدن گفتن بابا اینم پادشاه مملکتی بوده، بالاخره شستن تمیزش کردن فرستادنش رفت. حالا من امیدوارم این ماجرا برای ترامپ هم پیش بیاد، این غرور بی خودش و ندونم کاریش باعث بشه که ماجرایی که برای کوروش پیش اومده برای اینم پیش بیاد. مگه تو نمیخوای مثل کوروش باشی؟ برو کشورگشایی کن، خب عاقبتش هم بشه مثل کوروش دیگه. شما اگه قدم بذاری جایی که نفر قبلی رفته با اونجایی ختم میشی که اون ختم شده. اینم از خب بیایم ماجرای پیام امینم شنیدیم. امین جان خوشحالم که دردسرا برطرف شده، امیدوارم که باز هم مثل قدیم به اصطلاح با ما باشی و نظرات تو بگی. یه دوستی داریم آقای داریوش احمدی، دکتر هستن ایشون، نوشته دیه مثل سوربی it's not true what is persons what this persons write. میگه این چیزی که این نوشته حقیقت نداره. من براش نوشتم والا تو ایمیل شما من چیزی نمیبینم چی نوشته که حقیقت نداره. بعد برام توضیح داده بود، گفتم مهم نیست، بذارید بنویسن، بذارید بگن، شما بخون، شما گوش کن، شما قضاوت کن که درست میگن یا نه. ولی اگه گفتیم آقا چون درست نیست ننویس، این میشه شروع سانسور. و اما گزارش های تایید نشده از دفن دوباره جسد رضا شاه و بازداشت دو فعال مدنی در محل کشف جسد. میدونید که اون کسی که عکسشو انداخته بود بعد گفتن این عکس فتوشاپه چون اصلا آجورا تو عکس طرف بود و اینها، بعد یه عکسی گذاشتن که مرده و کشته و سوختنش و اینها، بعدم دیگه هیچ خبری نشد. من نمیدونم، ولی اینجا نوشته گزارش های تایید نشده از دفن دوباره جسد رضا شاه. حالا بذارید ببینیم که من براتون اینو 4-3 نشون بدم، ببینم چیزی میبینید شما یا براتون بخونم دیگه. ما فقط اینو نشون میدیم که شما ببینید این یکی دیگه نوشته، یه سندی هست که ما اینجا داریم. اینو آسمان دیلی نیوز فرستاده، میگه که رادیو فردا گفته همزمان با اظهارات رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران و فرماندار شهر ری. بذارید فقط براتون نوشته ها رو نشون بدم که بزرگتر بشه. اینجوری همین یک یا دو تا پاراگرافش هم میخونم. بله، فرماندار شهر ری درباره دفن دوباره جسد منصوب به رضا شاه، یعنی حتی نمیگن این رضا شاه است. برخی گزارش ها از بازداشت دو فعال سیاسی و مدنی در نزدیکی حرم عبدالعظیم و محل کشف این جسد حکایت دارد. کامران عیازی و مریم شریعت مداری این بازداشت شدگان هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، هدایت الله جمالی پور فرماندار شهر ری روز پنجشنبه 6 اردیبهشت در واکنش به گزارش ها درباره پیدا شدن جسد مومیایی منصوب به رضا شاه اعلام کرد که جسدهای قدیمی کشف شده در این شهر در مکانهای مناسب دفن می شود. آقای جمالی پور گفت در محدوده ری به ویژه در آرامستانها گاهی با توجه به تاریخ پر افتخار این شهر در هنگام کوه برداری یا گود برداری ها اجساد یا بخشی از اجساد قدیمی پیدا می شود که این اجساد با رعایت مسائل شرعی در مکانهای مناسب دفن می شود. اینم از این داشته باشین، اینم این داستانیه که چه ملت بدبختی هستیم که ما هیچ امیدی به اینایی که زنده هستن نداریم. از اون وقت حالا هم میگفتیم تو قبرها دنبال استخونها میگردیم، حالا بالاخره یه مومیایی پیدا شد، ببینیم چه خواهد شد. اینم از این ماجرا. و اما good luck with your pro. امروز با آقای امیر حسین لادن نیستیم چون ایشون یه برنامه رو باید درست میکرد، تهیه میکرد، یه پروژهی به قول معروف، این کلمه پروژه هم پروژکت، یه کلمه پروژه باید تکمیل میکرد. گفتیم خب شما اون کارتو انجام بده، امیدوارم هفته آینده با ایشون باش. و یه دوستی زنگ زد به من گفت که ما اگر بخوایم این جینیز هوکا لاونج رو بخریم برامون ویزا میگیرن. گفتم دوست عزیز شما برنامه منو دیدی؟ گفت بله. گفتم من که میگم با خودشون صحبت کن، اینجا بعضی کارها هست، شما اگه یه پولی بذاری میتونی یه نو ویزایی بگیری،
من نمیام از طرف یکی دیگه قول بدم. بعدم شما این بیزینس رو نمیخری، شما داری سرقفلی وسایلی که اینا گذاشتن اونجا، قالی و فرش و وسایل تو آشپزخونه و اینا، و باز هم بهترین کار اینه که دوستان مستقیم با خودشون صحبت کن. همین دیروز یه نفر به من گفت آقا من یه ماشین 2017 نمیدونم لینکلن فلان میخوام برای شرکت لیموزین. فوری زنگ زدم به آقای بیژن جعفری، بعدشم به آقای بیژن جعفری گفتم که این آقا اینجاست، من شیر کانتک یعنی شماره تلفنش رو اینا رو با شما میدم، من میرم کنار، چون من که اینجا نیستم که بخوام کمیشن بگیرم. کاش که والا یه دکون اینجوری باز کنیم. مدت ها پیش این آقای سعید کابوسی صحبت از این کرد که بیاریم تو ماش توی چیز فرش فروشی را افتاده بود توی تلویزیون ها، بیایم ماشین فروشی را بندازیم. گفتم آقا خیلی مشکله، به این سادگی نیست. در هر صورت فان خودشم یه تجربه بدی داره، یکی از دوستانش بعدن دیگه دوستش نبود به خاطر اینکه قرار بوده ماشین از اینجا بفرستن اروپا و اینا، حالا اگه خودش دوست داشت بعد بیاد صحبت کنه. من میگم چون ما نه کمیشنی میگیریم، شاید اگه کمیشن هم میگرفتم میگفتم شما معامله کنید، وقتی ما خواستیم بنویسیم کمیشن اونو این وسط میگیریم، ولی بهترین کار اینه با خودشون. بذارید من این تا اینجا هستم این جینیز هوکارم به شما نشون بدم. دوستان، این دوستان ما 7 سال هست، الان 7 سال و 2 ماه که اینجا رو باز کردن و خودشون و پسرشون اینجا بودن. پسرشون رفته کالیفرنیا، خودشون هم دیگه از منم مسن‌تر هستن، میگن که ما میخوایم بازنشست بشیم و میخوان اینجا رو واگذار کنن. این واگذاری به اصطلاح شما هستید که به عنوان خریدار باید برین هوم‌ورکتون رو انجام بدید، ببینید چه سوالایی باید بکنید و از اینا سوالاتتون رو بپرسین، یا مراجعه کنید به یک کسی که کننده این کار هست، بنگاه معاملاتی داره یا هرچی. در هر صورت این صفحه فیسبوکشونه، جینیز هوکا لاونج. جینی هم همون جن خودمونه، جن بود که از تو چیز میاد بیرون، اینجا بهش میگن جینیز. من اینو بزرگتر بهتون نشون میدم که بتونید قشنگ اسمشو اگه میخوان یادداشت کنید. به غیر از این شماره تلفن و اینها رو هم براتون نشون میدم که باز ببینید. این کامرای 3، بله، جینیز هوکا لاونج، اینجا هم نگاه کنید، جینیز هوکا لاونج، و عکس هم این عکس همون محله. یعنی شما اولا این حسنش اینه از 2 در وارد میشه، از اون در پشت پدیو داره به یه خیابون دیگه، از این در اصلی که به یه خیابون دیگه از خود این یه حسن. وقتی میایین داخل این سالن بزرگی هست که اونجا هست و سالن اصلی هست. به غیر از این که این اتاقی که میبینید رنگی زرده، بذارید من یه عکسو بیارم، این اتاقی که الان دیواری زرد و تلویزیونه، یه اتاق جالبی هست که اگر کسی مهمونی مثلا خصوصی چند نفره داشته باشه میتونه اونجا، و اینجا رسمه توی رستوران ها اینا، اتاقا رو اینجوری اجاره میدن، 10 نفر 12 نفر 15 نفر اونجا هستن، با خودشون تماس بگیرید. برای تماس که به این دوستان چه کار میکنید من الان بهتون نشون میدم، شماره تلفنشون رو میگم. و ای کاش ایشون شماره تلفن دستیش رو هم اینجا مینوشت، حالا که ولی خب به اینم زنگ بزنید منتقل میشه به اون، چون من از حفظ نیستم براتون میگم. آدرسش هم شما رو نقشه میتونید نگاه کنید، وقتی که این آدرس رو بزنید تایپ کنید، هرچ دیگه این مشخصات گویای همه به اصطلاح جواب ها هست. آدرسش 94 ویلیام استریت نیوپورت رود آیلند 028 40، این زیپ کده. بعد شماره تلفن اون محل بیزینس هست 401 619 3770. اگه بخواید مسیج بفرستین روی این کلیک میکنید مسیج میفرستین براشون. اینجا آدرس وبسایتشونه، geniushookah.com، خیلی ساده، هوکارم HOOKAH می‌نویسید. و اگرم یه وقت شماره تلفن سلفونشون رو خواستید و اینها، با من یه ایمیل یا یه بذارید الان بهتون بگم که بعدا فردا برای من نفرستید بگید من سلفونشون رو میخوام یا چیز. بذارید ببینم یک لحظه، اجازه بدید یک لحظه. اینجا کانتکت، اینجا هم می نویسیم خانم فریه شبیری،
و بله شماره تلفن ایشون هست 203-545-3166. تماس بگیرید، سوالاتونو بپرسید. اتفاقا الان که اینو میگم، یه نفر از همین منطقه که سالها تو کار رستوران بوده و اینها اینترست نشون داده، گفته من علاقمندم و قرار دو سه روزی بره اونجا. ولی اینجوری نیست که بگن حالا که ایشون داره میاد شما نمیتونی بیا، شما برو نگاه کن، شاید به اصطلاح شما فکر بهتری داشته باشی یا پیشنهاد بهتری. در صورت این هست، شما هم اگر چیزی دارید که میخواین بفروشین واگذار کنید، میتونید از خدمات تلویزیون مردم استفاده کنید با نرخ خیلی چی میگن مناسب. آمریکایی‌ها میگن آمنات، بله آقای خسرو بهرامی هم اینجا هستم، منم به شما سلام میکنم، ممنونم. هنوز هم سلامتیم اجازه نداده، هم وقت پیدا نکردم که اون ویدیوهایی که شما فرستادین بذارم. درباره اون تیمسار آذربرزین هم شما یه چیزایی نوشته بودید، اینها باید بذاریم خود مردم به اصطلاح قضاوت کنن. ممنون و متشکر از این. و اما آقای تبریزی هم 26 یه برنامه داره که اون رو هم من اینجا گذاشتم بهتون نشون بدم، مهدی تبریزی. بله این از این، این از این، اینجا اوپن. میدونید که ایشون 26 هر ماه و الان چند ساله برنامه میذاره، بعضی وقتا یه دو روز میکشتش این ور اون ور، امروز دو روز کشیدتش عقبتر، یعنی 26 که دیروز بوده، 27 که امروزه، 28 که فردا هست، 29 که یک شنبه هست، ایشون یک برنامه‌ای گذاشته برای شما و من الان بهتون نشون میدم. اگر دوست داشتید برخصید و بیاین خوراک ایرانی بخورین و با ایرانی ها آشنا بشین، تشریف بیارین. منم اگه بتونم میرم جاشم. از اون استرلینگ به اصطلاح بهتره، نزدیکتر به بلتوی، نزدیکتر به مترو، حتی با مترو میتونین بیاین، متروی که میاد توی مکلین یا وینا، مکلین نه وینا. با تایید پروردگار عالمیان 38 جشن 26 فرخنده باد. به منظور تبدیل گلهای بهاری جهان به میوه‌های شیرین در 26 هر ماه جشن نوین الهی و الهامی برگزار می‌گردد. برای حفظ و سامان جهان با شرکت خود همراه با دوستان سایر کشورها بر غنی و عظمت این پروژه پربار بیفزایید. بر غنا، بله اینو اون روز برای من نوشته بودن، درسته. بر غنا که من گفتم یعنی چی بر غنی، بعد افشین عبداللهی نوشته بود فکر کنم که غنی می‌نویسن، غنا می‌خونن و یعنی توام چی میگن پرشکوه باد هر چی دیگه. خیلی بعض وقتا توضیح می‌خوام خیلی چیزش کنیم دیگه طرف نمیفهمه، یا کسایی که مثل من رشتهشون فنی بوده خیلی تو ادبیات فارسی نبودن اینا متوجه نمیشن. ولی ممنونم الان که خوندم همون ماجرای سایر کشورها بر غنا و عظمت این پروژه پربار بیفزایید. به امید آن روز که جهانیان از ارزش و اهمیت فرهنگی و اقتصادی و عدالت اجتماعی این حرکت سرنوشت ساز بهره شایان گیرند. ساندی اپریل 29 یعنی پس فردا ساعت 6 عصر تا 12 نیمه شب، و نوشته که به هم با دینه با شام و رقص $26 و شماره تلفنشون هم هست 202-680-0456. ممنونم هم از دوستی که راجب غنا و غنی و اینها نوشته بود که یه امین میسن آ میخونن و گفتم که ببخشید آقا مرض داریم این کارو میکنیم، گفت تو که میگی لا بگو لا، یه چیزی اینجوری بود، بنویس همون که باید بخونیم دیگه. بله این ببینم دیگه من براتون چی گذاشتم، و مهدی تبریزی رو گفتم، این همشهری ما. آها این عکسی که فرستاده بود اون خانم لیلا، اینجا یکی میگفت من ثابت کردم که این عکس فتوشاپه. من خیلی نه دنبالش رفتم نه نگاه کردم که ببینم چیه، ولی شما این عکس رو نگاه کنید. بعد همین عکس این جوان رو نشون دادن که نمیدونم کشته شده، بدنش سوخته، حالا این کیه کجاست، پس فردا بیاد بگه آقا من اصلا زنده هستم و اینا. اونم بماند بر پخش کردن این ماجراهایی که ما با وجودی که
مطمئن نیستیم هی پخش میکنیم به اونم قسم و آیه که آقا پخش کنید این را حتما پخش کنید. میگن خب حالا حتما پخش کردیم بعدش چی میشه؟ هیچی دیگه. میرفتش دیگه جوابم نمیده. درست نمیدونم. میگن این عکس فتوشاپ بوده ولی من نمیدونم. نبودم اونجا نمیدونم. دروغ چرا؟ تا قبل خب بزنم براتون دیگه چی گذاشتم راجع به مرتضوی گفتیم و این فیلمه. میگه که هوشنگ صمدی ما اوایل جنگ مشکل فرماندهی داشتیم. بعد اینو آقای خسرو بهرامی برای من فرستاده گفته این همشهری شماست. گفتم والا نمیشناسم ولی انقدر اومدن و فیلم پر میکنن و حرف میزنن اینها. آخونده هم میگن هر کی میخواد هر حرفی بزنه بزنه. اینا خیلی زرنگتر از شاه هستن. اینا میذارن مردم حرفشون بزنن به چند دلیل. اولا قشنگ میشناسن، شناسایی میکنن، هر وقت خواستن میگیرن. بله نوشته سوربی جان شما این آقای هوشنگ صمدی مشاهده شما در شهر شیراز بوده سربازی. این جمله شما من نشونت میدم که ببینی برای من که فرستادی چجوری نوشته میشه. فارسی میریزه به هم. شما که تو نیویورک هستی، منم که اینجا هستم، ما هم که دو کلمه رفتیم انگلیسی خوندیم، خب انگلیسی بنویس منم انگلیسی میفهمم. نگاه کن اولا پرانتز دوتاش اومده همه رو ول کرده اینجا چسبیدن به هم. اینم مثل آقای ماکرون و ترامپ چی میگن؟ مثل این پشه های دو طبقه هست سوار هم میشن. نگاه کن این پرانتز. بعد ببین قشنگ برات میخونم. سوربی جان شما این آقای هوشنگ صمدی مشاهده شما در شهر شیراز بوده سربازی. خب من از این جمله چه برداشتی باید چی چیز رو باید بفهمم اصلا؟ بذار ببینم میتونم بزرگترش کنم بازم. بله درستان همینه. میرزه به هم انگلیسی بنویسید به هم ریخته نمیشه. یا اگه فارسی بنویسید اون وقت عکس نوشته فارسی رو بگیرید بفرستید به عنوان عکس، دیگه به هم ریخته نمیشه. ممنون و متشکرم. اگه وقت کنم توی این ویکند دو سه تا فیلمی که شما فرستادی به اصطلاح چیز میکنم نشون میدم. اول باید ضبط کنم بعد باید بذارم تو سیستم تا نشون بدم. راجع به ضبط و اینها جلسه 176مین آموزه های بهایی توسط حسن ارشاد، من دیدم تو ایران به ایشون میگن استاد حسن ارشاد. من معمولا این استاد و دکتر و مهندس اینا رو سعی میکنم نگم، به همه بگم آقا خانم دیگه راحت میشه. آقای حسن ارشاد از ایران 176 هفته به اضافه چند هفتم که وقت نداشته کار نکرده مشکل براش پیش اومده، میشه بگیم 180 هفته. 180 تقسیم بر 50 کنید میشه 3 سال خورده. هر هفته جمعه ها ساعت 4 بعد از ظهر برنامه‌شون پخش میشه. برنامه ها میمونه هر روز پخش میشه تا هفته آینده روز جمعه. و اما یه دوستی که من اسمشم اینجا نمیبینم نوشته از یاهو فرستاده. وسط یک کنفرانس اسلامی در آلمان 3 تا زن لخت میشن و شعار علیه ظلم و زور در حکومت اسلامی میدن. یادتونه چند سال پیشم یه همچین اتفاق افتاده بود؟ شما به من بگید بعدش چی شد؟ هیچ. آقا اگه لخت شدن تو جلسات کارسازه چرا 3 نفر لخت بشید؟ 30 نفر لخت بشید؟ 300 نفر لخت بشید؟ این همه خانما اومدن، بعضی هاشون با اون هیکل زشتشون که اگه لخت هم بودن آدم نگاهشون نمیکرد، آمدن لخت شدن تو خیابونا. رو سینه هاشون چی نوشتن؟ چه اتفاقی افتاد؟ هیچ. برای که بی پایه و اساس. این خانمه کیه؟ میره تو پارک لخت میشه، میره نمیدونم غریبه ها رو میبره خونه خودش و فلان اینا. حالا من این ویدیو رو به شما نشون میدم چون یه دوستی نوشته بود اینو حتما پخش کن. همشون هم میگن حتما پخش کن. هیچکی نمیگه 10 دلارم فرستادم. حتما پخش کن. چشم. ما حتما پخش کن. دوستان نگاه کنید چه انقلابی را افتاد. دنباله این انقلاب شما داشته باشید. حتما حمام که میخواین برین لخت بشید که لباستون خیس نشه. یه جوکی اینجا ساخته بودن میگو اگر وقت کم داری نمیخواد ماشین تو ببری بشوری، بعدم نمیدونم لباس تو ببری بدی به خوشویی، بعدم خودت بری همون، بشین تو ماشین با لباست شیشه رو بکش پایین، وقتی میری تو 5 دلار 10 دلار 20 دلار میدی ماشین تو میشورن، ماشینت شسته میشه، لباست شسته میشه، خودت هم دوش میگیری. حالا اینم ما داریم به تو نصیحت میکنیم.
شما اگر فکر میکنید لخت شدن آزادمون میکنه، حتما لخت بشین. نه فقط دیگه تو حمام، دستشویی هم میرین لخت بشین، تو خیابون هم لخت بشین، پشت ماشین هم میشینید لخت بشین. ببینیم چه کار کردن اینا. شق القمر. Ich denke eigentlich bei jeder Aktion, das wird nie was. Schaffen wir nicht, schaffen wir nicht. دوستان، شما با اون سابقه ای که از این آدمای اسلامی دارید، از این که اینا همه فکر و ذکرشون زیر شکم و زیر کمربندشون هست، حالا این ستا که هیچی لخت شدن، ده تای دیگه هم لخت بشه، اونا اصلا صدای بادیگارد هم صدای سکیوریتی هم نمیزنن، میگن خب حالا داریم کیف میکنیم، بی برنامه، بی هدف، زود گذر. خب ببینم که 26 گدرینگ رو براتون خوندم. بنی سعد گفته پیکر مومیایی احتمالی رضا شاه باید با احترام دفن شود. آقای بنی سعد ببخشید، شما روزی که مردم به حرفت گوش میدادن نباید اون کاری میکردی، باید اون کاری میکردی که بیای بهشون حرف بزنی، حرف نزدی در رفتی. حالا که کسی به شما اصلا بله، قلیون کشیدن زنان در اماکن عمومی آزاد شد، اینا ما رو دیوونه کردن، یه روز ممنوعش میکنن یه روز آزادش میکنن. ضمناً دوست عزیز، اینی که شما فرستادی از چیز فرستادی به اصطلاح از تلفن دستی فرستادی، اون ویدیو یا مقاله نیومده، البته من براتون نوشتم، این اون روز نوشتم های آمین دی سی سی تومارو، این مال روز سه‌شنبه بوده، ولی دارم برمیگردم به اصطلاح بدهی‌هامو جبران کنم. و اینم بازی فیلم دیگه که آقای خسرو به بهرامی فرستادن، این فیلم ما بارها قبلا نشون دادیم آقای بهرامی، ولی بازم نشون میدیم. این نشون میده که شاه که سواد کافی نداشت، سیاستمدار خوبی نبود، خیلی دیگه غرور بیجا گرفته بودش که به اینها حتی میپرید و میگفت که خب شما چه حقی دارین ماشین میفروشین، اینقدر ما هم نفت رو گرون میکنید. شاه اوپک جلسه داشت، هنوز جلسه اوپک تموم نشده بود، این آقا بیرون با خبرنگارا داشت میگفت که ما نفت رو گرون میکنید و نمیدونست که آقا تو کاری نیستی، تو پاپتی. پاپت میدونید این عروسکایی که با بند با دست آویزون میکنن، اینا از پاپتیر هم اون کسی که از اون بالا اینا رو میچرخونه. آخرین مصاحبه شاهنشاه آریامه پادشاه فقیر ایران در پاناما با دیوید فراست به زبان انگلیسی، اینم بعد براتون ضبط میکنم و نشون میدم. شما هم میتونید اگر ویدیویی رو میخوان از تلویزیون مردم پخش کنید، با هزینه خیلی کمی این کار رو انجام بدید، اون لینک ویدیو رو بفرستین. و ما از آقای بهرامی خواهش کردیم که یکم بالاتر اون آدرس چیز رو هم بفرستن، ولی ایشون هنوز عکس از این پایین میگیره. فقط گفتگوی حسن دهباشی با سپهبد شاپور آذربرزین و این هم ماجرای خشت خام که اون دفعه با آقای ابهری گفتن، این آقای دهباشی خیلی بهش دل نبند، این کسیه که امید و آرزوش اینه که تازه بعد بشه سیاستمدار، یعنی از حالا داره درس پدرسوختگی میخونه و به نظر میرسه که تا حالا موفق بوده. قلیون کشیدن زنان ویدیوشو اینجا دارم، ببخشید که گفتم نیست، بله اجازه بدین که اینم قلیون کشیدن زنان همینجا تو آمریکا خوراک خوردن این عربا رو نشون میده که با بچهش میاد تو مال. حالا من نمیدونم بین این همه خوراک این بدبخت این بیچاره خانومه چرا میره اسپاگتی اوردر میده، حالا یا فیلم ساختنی بوده یا آمریکایی هم نشسته فیلم میگیره که این هی پرچمش هی این حجابشو میزنه بالا از اون زیر
اسپاگتی میخوره، اسپاگتی هم که میدونید اگه بلد نباشی چجوری چنگالتو تو قاشق بچرخونی و اینا، هی باید هوف بکشی بالا، خلاصه خیلی چی. حالا ببینیم قلیون کشیدنشون چجوریه، چون تو عربستان آزاد شده اینا برن در ملای عام در کافه رستوران ها. ببینیم با هم. من نمیدونم، من فکر کنم اینا از همین فیلمایی که میسازن، ولی خب فیلمایی هم که میسازن خودش یه انتقاده، یه طنز حقیقت جامعه رو نشون میده. این آقای پتیک نوشته که کاکو جون به این سه تا عکس خوب دقت کن تا رسم مهمانی آمدن ما شرقی ها را ببینی. چند سال پیش در 24 آپریل دو تا پرچم کوچک آمریکا و ارمنستان بود، حالا تمام ماشین را گرفته، حتی شماره شهربانی را هم پوشونده. یاد حرف چند وقت پیش تو افتادم، من این تلویزیون را آب و جارو میکنم و چای حاضر میکنم، شماها میایید که کسافتکاری میکنین میری. جدن که ما چه مردمی هستیم. خب چون پتیک ارمنی هست، این میدونید که ماجرای ارمنیا و ترکای عثمانی و اینها خیلی بالا گرفته، حتی اون کسی که تو کانادا با ماشین ون رفته زده 9 نفر، بعد گفتن 10 نفر کشته شده، که اول گفتن این چون روزی بوده که مال حمله عثمانی ها به ارمنستان بوده، بعد گفتن نه آقا اصلا این جزوی حزب و یک کلابی هست که اینا مخالف زنان هستن یا کسایی هستن که نمیتونن دوست دختر رو اینا پیدا کنن. من دیگه خیلی دنبالش نرفتم چون از این دیوونه ها زیاده. ولی ببینید میگه که اینجا به ما جا دادن، آزادی دادن، حالا ببینید ما چه کار میکنیم و چه اوضاعی سر اینها در میاریم. بذارید عکس بعدی رو ببینم. این یکی بود، این دوتا. اینجا هم پتیک وقتی که مسابقه بازی فوتبال هست، از این پرچمایی که میخرن آویزون میکنن به ماشینشون تا دلت بخواد. پشت پیکاپترا یه پرچم بلند، و معمولا اینا هم بعدن میشه آشغال خیابونا و جای دیگه نمیره. ولی خب شما درست میگی، اینا به ما یکم آزادی بدن، ما ممکنه فردا خودشون هم بگیم برید بیرون. همین شارلاتان ترامپ اصلش از آلمان اومده دیگه. این یه عکسه، نور افتاده توش خیلی پیدا نیست، ولی چون شما زحمت کشیدی و فرستادی منم نشون میدم. این نور شیشه به اصطلاح وینشیلد خوده، شیشه جلو ماشینو، بعدم نور اونجا مثل که اون موقع با داشته ابر میشد و اینها، پیدا نیست. ولی احتمالا شما میخواستی این نمرهشو نشون بدی که میگی حتی روی نمره هم پوشونده. بذار ببینم چیزی میبینم. آها، کل اینجا رو کرده پرچم. بله، من دیروز وایسا دادم دم 7-11 منتظر ماشین اوبر بودم، بعد دیدم یه ماشینی اومد این پارچه هایی که پنگ میکردن اینا که تعزیه میگرفتن اکس ها اینا، بعد این اکس های شیطون و استخون و اینا بود. بعد وقتی اومد نزدیک دیدم وای، یک صدای موزیکی یک اسپانیشی داشت بوم 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 و آمد بیرون. گفتم این الان اگه پلیس باشه میگیرنش، به عنوان بهشم میگن نویز پلوشن، یعنی شما انقدر داری سر صدا ایجاد میکنی که باعث آزار و اذیت مردم میشی. خب پتیک برامون یه جوک فرستاده، میگه حالا که ماکرون همین رئیس جمهور فرانسه برای مذاکره و معامله آمده، بهتر است زنش را بده ترامپ و ملانیا را ببره، هم معامله خوبیه هم معامله درست میشه، قیافش هم که جوره. اونجا قافیه دار را میدونی با اون قاراپات؟ نه یه بار دیگه برام بنویس، یادم میره. من اینقدر تو جوک یاد داشتن و گفتن بدم که نگو و نپرس. خب این ماجرای ترامپ، دیروز تولد زن ترامپ بود. این مردی که شالاتان که الان تو یک ماجرای افتاده که زنش اصلا بهش حرف نمیزنه، حتی با ماکرون هم که بود نگاه کنید دو سه بار هی میخواد دست زنه رو بگیره، زنه میزنه زیر دستش. اینا آمده 29 دقیقه با فاکس اند فرند صحبت کرده دیروز، وقتی که شب قبلش 3 ساعت خوابیده بوده،
و چون آدم دروغگویه یه بار گفت من اصلا گفت من این زنه رو نمیشناسم، وکیله رو نمیشناسم، وکیله رو من نمیدونم، پول داده و اینها، تو هواپیما برای که دهنش رو نمیتونه ببنده گفت که من چه میدونم، برید از وکیله بپرسید، FBI ریخت تو خونه وکیل و فلان، اینا پرونده ها رو بردن، حالا این احمق اومده برای که بگه این وکیل من کاری باهاش ندارم، دیروز تو اون برنامه گفته من با این کار مختصری داشتم فقط در رابطه با این زنه. خودش تا دو هفته پیش میگه من خبر ندارم، این رفته 130 هزار دلار گرفته و فلان اینا، و اون وکیل اون زنه چه زبلیه. بهش میگه که آقای پرزیدنت، آقای رئیس جمهور، هر روز صبح تو رو خدا برو تو این تلویزیون حرف بزن، چون این حرف که زده دو ساعت بعد تو دادگاه یا نیویورک یا کالیفرنیا گفتن بر اساس حرف خودش پس این وکیله وکیل خودش بوده و این وکیله با دانست با یعنی با آگاهی ترامپ رفته 130 هزار دلار داده به اون خودش تو چنان بله. همون روز هم گفته که امروز تولد همسرشه و حالا میخواد بره براش کادو بخره. جوک ساختن گفتن خب تو باید یه کادوی بخری که اقلا 130 هزار دلار قیمت داشته باشه، چون پولی که میدی به یه زن اونجوری باید برای اینم این کارو کنی. بعدن اومده بود چیکار کرده، شب همین تو این برنامه ازش پرسیدن خب حالا چی خریدی، گفت که گل خریدم و کارت. براش جوک ساختن که گلا رو از باغ وایت هاوس دزدیده، کارتش هم نشون دادن، کارت کریسمس، میدونید اینجا مثلا میگن مری کریسمس هپی نیو ایر، بعد نوشته بود مری کریسمس شو خط زده بود نوشته بود مری برده، اصلا جمله غلط میشه، ولی میخوان بگن که این با وجود این که اینقدر شارلاتانه، اینقدر پول از این اون کشیده و خورده و اینها، ولی آدم چیپ و لو لایفیه. خب خیلی ممنون، خانم روجا هم با ما هستن و به 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 در آسمان باز شد و این آقای رضا پهلوی آمد. ببینید که چی گفته، اون روزم دیروز من در این مورد صحبت کردم، ولی برنامه دیروز من ندیدید. این آقا اومده بعد از این همه که سوربی و دیگران ازش پرسیدن، ولی من اولین کسی بودم که اینو به اصطلاح پرسیدم ازش که آقا تو شاه هستی یا نیستی. رضا پهلوی گفته وظیفه‌ام را ایجاد وحدت و هماهنگی در جامعه. خب این جمله که فاعلش معلوم نیست، حالا ببینیم فعل معلوم نمیدید چیه، فاعلش اینه یعنی در موقعیت دوچه وله گفته در موقعیت حساس کنونی. ببینید احمقی که اینو میگه یعنی تا امروز موقعیت حساس نبوده، یعنی مثل رجبی که میگه ما ارتش آزادی بخش درست کردیم، ولی ارتش آزادی بخش اگه درست نشود کاری نکرد ما میریم ارتش شورشی درست کنیم. خب احمق، همون اول برو ارتش شورشی درست کن. اینم هم همینه، در این شرایط حساس 40 سال گذشته دوستان برای اینا حساس نبوده. 40 سال گذشته کازینو، عروسی، تولد بچه، دخترش رو برای اینجا مدل باشه، آقا برو همون دنبال کارت مدل رو نمیدونم فلان اینها، در حال فروپاشی است. 40 سال هم هست شما دارین به ما میگین که 6 ماه دیگه این حکومت از بین میره. وظیفه اپوزیسیون چیست و چه نقشی برای گذر از این مرحله دارد؟ گفتگوی دوچوله فارسی با شازده رضا پهلوی رو بشنوید. خب اینم آمده گفت چی؟ از کرامات شیخ ما این است، شیره را خورد و گفت شیرین است. آقا اگه قسم خوردی برو به قسمت عمل کن، اگر نمیخوای بگو من غلط کردم، شکر خوردم. و اینم از این ماجرا. دست راست خواننده اول عربستان محمد عبدو در کنار شیخ دین در مراسم افتتاح اولین سالن سینما شرکت کردند. در پشت آنان سعاد عبدالله خانم بیجاب و هنرپیشه معروف کویتی این مناسبت را گرامی داشته. حکم پادشاه هر کی باشد در هر کی باشد بر دو ستون دین و زور استوار است. آخوندها با آهنگ پادشاه می‌رقصند. در انقلاب ایران معبدان جای شاه را گرفتند. کودتایی بود جهت تغییر شخصیت‌ها و مقام‌ها. وقتی باز تغییر رخ خواهد داد ستون آخوندها زیر تسلط فرعون جدید خواهد بود. خب اینا چیز میکنن دیگه، فوری اون قدرتی که میاد سر کار خودشون عوض میکنن و به حمایت از اون میرن جلو. ولی چه باید کرد نمیدونی، اینا همین ماجرا. الان عربستان سعودی میخواد آزادی بده، سینماها باز باشه فلان اینا، اینا باید با هم کار کنن. هی اونایی که مذهبی هستن میان به اینا
اوکی میدن، قبول میکنن که اینا این کارا رو انجام بده. دیروز در ساحل شرق عربستان، یادتونه این طوفان‌های شنی که تو خوزستان هم میومد، بعد میگفتن این ما تبرک شدیم از عراق، خاک حضرت علی و خاک امام حسین داره برای ما میاد. حالا تو عربستان هم ببینید که گویا طوفان شن بوده. و خب ما دیدیم بابا این فیلم لورنس عربستان و اینها رو شما نگاه کنید اصلا. و حالا لورنس عربستان پیشکشتون، آقا من میرفتم زاهدان رو میمدم، میدیدم یه دفعه یه تپه شن میاد وسط جاده و وای میسادیم، سه ساعت بعد باد اینو میبرد. داری میری اصلا به اصطلاح شکل جاده، شکل دوربرت فرق میکنه. یه دفعه یه تپه دست راست این، خب طوفانا همیشه بوده، حالا چجوری بشر میخواد اینا رو مهار کنه و مهار کردن اینها چه ضررایی داره من نمیدونم. با هم ببینیم. دوربینشو عمودی گرفته بود که اینجا بهش میگن پورتره به جای لندسکیپ به اصطلاح یا افقی، همین دیگه. یکم هم کج بود، مثل که داشت قلیون میکشید کج بود. نمیدون. اینم از این ماجرا. میگه در سالن ورودی بیمارستان ملک فیصل در ریاض جوانان و دکترها هنرنمایی میکنن، نتیجه آزادی در رقصیدن. ببینیم که هنرنمایی اینا چیه. ها این توی مالای ایران هم خیلی الان هست، مثل که مخصوصا تو کیش و اینا زیاده، ولی دیدم فیلمای ایرانیشو چیز کنید به اصطلاح جستجو کنید میبینید انقدر دختر خانمای ایرانی کلا میذارن سرشون و از این رقصا. و اگه اومدید یه روز نیویورک، تو نیویورک هست، تو واشنگتن دی سی ندیدن، تو نیویورک همون هول و هوش تایم اسکوئر میبینید. آقای زرابی خوش آمدید، من پیاماتو پخش کردم، نظرم هم گفتم، بعدا نگاه کن. و خیلی ممنون که لطف کردی و به خواسته ما اون پیاما رو کوتاه‌تر انجام دادی، مرسی. دکترن و فروشنده وسایل آرایشی هم. خب چیز جالبی هم نیست، خیلی ساده پیش پا افتاده و از همینجا شروع میشه. حالا دو روز دیگه سرشون رو میذارن رو زمین میچرخن، دو روز دیگه میپرن بالا، دست پله همدیگر رو میشکنن. و اینو آقای پتیک برای من اون روز نوشته بود که همین گیر افتادن تو واشنگتن و بعدم حالم یک کمی مناسب نبودن، نرسیدم بخونم. نشتی که کاکو جون فردا 24 آپریل 23 فرزاد مصادف است با قتل عام ارامنه، رئیس جمهور ارمنستان استعفا کرد به علت شورش مردم. 3 در تورنتو کانادا الک میناسیان باعث مرگ ده ها فرد بیگناه شد. دنیای شیر تو شیری هست. ولی پتیک جان این آقایه که اگه بشه بشه بگیم آقا رفته مردم رو کشته، به اصطلاح در رابطه با ارمنیا و ارمنستان نبوده. این دیروز فیسبوک شنا رو نگاه کردن پیدا کردن، یک کلابی، یک باشگاهی، یه مشکل از همین عقب افتاده ها با هم جمع میشن، حرفاشون رو با هم رد و بدل میکنن، بعد از توش این تندروها اینجوری میان بیرون. حالا اینا استفاده کردن، اونایی که طرفدار اسلحه هستن میگن نگاه کن شما که نمیتونی اسلحه رو از مردم بگیری، نمیتونی همه ماشینا رو ازشون بگیری، نمیتونی چاقو آشپزخونه رو بگیری، نمیتونی کود شیمیایی هم که باش بمب میسازن بگیری، نمیتونی که بنزین هم ازشون بگیری. طرف میری یه گالون بنزین میخره $2 میاد یه سینمای رو آتیش میزنه. چه باید کرد؟ نمیدونم. سوربی جان این دوست بهاییمون نوشته، چون من اون روز تعریف از آقای برنی سندرز کردم و ماجرای 1953 کودتا 1332 به اصطلاح ایران بر علیه دکتر مصدق و مردم، ایشون نوشته سوربی جان گول این خبیث برنی سندرز شیاد بی پدر مادر را نخو. خب اگه پدر مادر نداشت که وجود نداشت. شما بهایی ها قرار نبود فوش بدین، کلاس اخلاقتون چی شد؟ با من گشتی بی تربیت شدی؟ خب
این طور تظاهر میکند که آمریکا فقط رهبر مردمی را برداشته، بعد دیگه رهبران بعدی که خبیث بودن خودشون آمدن سر کار در شیلی، در ایران، در عجب عجبا. آمریکا با برنامه کامل منتخبین مردم را سر به نیست کرده و جایشان جنایتکارترین مزدوران را در آن مناطق نصب میکند و منابع طبیعی آنان را به غارت برده. فقط قیافه وحشتناک این قاتلین که در عربستان منصوب کرده به عنوان سلطان، نماینده الله و برای تحمیق مردم پرزیدنت می رود به او تعظیم می کند، برای آن است که اون عربهای بدبخت خر بمانند که سلطانشان عجب اقتدار الهی دارد که پرزیدنت آمریکا به او تعظیم می کند. بعد اون قاتل که نوکری بیش نیست، نفت را تانکر تانکر مفت میفرستد آمریکا و عرب ابله خبر ندارد، چون نماینده خداست. اون سلطان که قیافش دهشتناک است و سندرز هم برای به قدرت رسیدن با این اراجیف مردم بدبخت بدهکار برده صنعتی را، برده صنعتی را تحمیق میکند که رأی جمع کند. زنده باشی. خیلی ممنون، امیدوارم شما هم زنده باشی هم سالم باشی. این شعر رو من قبلا هم خونده بودم. یکی از شاعرایی که من فکر میکنم خوندن شعراش تلف کردن وقت نیست به غیر از خیام، این ایرج میرزاست که بعضی میگن آقا ایرج میرزا حقیقت گفت. جالب اینه که این آقای مسعود سوئیلی هم که خودش شاعره آمده گفته که این شعر ایرج میرزا چقدر امروز آشناست. من براتون این شعر رو میخونم، بعد چیزی هم که برای آقای سوهیلی نوشتم میگم، اگه شما هم دوست داشتید شما هم نظرتون رو در این باره بگید. این شعر: هر وعده که دادن به ما باد هوا بود، هر نکته که گفتن غلط بود و ریا بود. چوپانی این گله به گرگان بسپردن، این شیوه و این قاعده ها رسم کجا بود؟ رندان به چپاول سر این سفره نشستند، اینها همه از قفلت و بیحالی ما بود. خوردند و شکستند و دریدند و تکاندند هر چیز در این خانه بی برگ و نوا بود. گفتند چنینیم و چنانیم و دریغا، اینها همه لالایی خواباندن ما بود. ای کاش در دیزی ما باز نمی ماند، یا کاش که در گربه کمی شرم و حیا بود. اولا اگه دقت کنی دو طرف رو میزنه، میگه که حالا ما گله بره هستیم، اونا گرگ هستن و اینا، بعد میگه اینها همه از قفلت و بیحالی ما بود. من برای آقای سوهیلی نوشتم آقا ببین ما چه ملت بدبختی هستیم که یه شعری رو توی قرن دیگه، تو زمان و حکومت یه نفر دیگه، اصلا سیستم سلطنت پادشاهی بوده گفتن، هنوز این شعر تو زمان جمهوری صدق میکنه. و ایرج میرزا که پیشگو نبوده، ایرج میرزا اینو از حال و روز اون زمان گفته. حالا تاریخ هم اکاش زیرش بود که میدیدیم حکومت کی بوده. ایرج میرزا زمان رضا شاه بوده، زمان قاجار بوده، من نمیدونم. ولی بدبختی ملت رو میرسونه که یه وضعیتی رو همینجوری ما داریم میکشیم و هی این شعرها رو میاریم ازش استفاده میکنیم. آقا عجب شعری گفته، شعره برای امروز. خب حالا گفته برای امروز، حالا چیکار میخوام بکنیم؟ تازه این آخرش گفته ای کاش در دیزی باز نمیمان. خب در دیزی باز بود. ای کاش گربه حیا داشت. خب گربه هم حیا نداره. حالا گربه اومد گوشت رو برداشت برد، حالا ما گوشنه ها اینجا چیکار کنیم؟ موندیم توش. خب ببینیم که آها، همین آقای سیروس دولتشاهی برای من نوشته ملت و مردم و ایرانیان، ایران یاران، که من براش نوشتم آقا مگه ملت و مردم یکی نیستن؟ یعنی چی ملت و مردم و ایران یاران؟ نگاه کنید دوستان، اینا برمیگرده به اون بدبختی معلم انشا که به ما گفت آقا دو صفحه باید انشا بنویسی، کوتاه مفید مختصر نمیتونیم صحبت کنیم، نمیتونیم بنویسیم، بلد نیست، دروغ چاخان. آقا علم بهتر از یا ثروت؟ ثروت تموم. آقا برو دنبال کارت. راتشل ها و راکفلر ها و بانکداران بزرگ دنیا و. ولی من یه چیزی تعجب میکنم، خب همه اینا رو که شما میگی گیرم که ما تا امروز نمیدونستیم، ها
حالا که فهمیدیم، ضمن تشکر از شما، از فردا باید چیکار کنیم؟ برنامه شما چیه؟ هیچ کسی برنامه نداره. همون صحبت که آقای آریانپور میگه که آقای چمنارا، شما که میگی این قانون اساسی، اوکی آقا بیا ما اصلا زیر قانون اساسی شما رو امضا میکنیم. کی میخواد اجراش کنه؟ کشتیبان یا ناخدای این کشتی که در حال روی چی بشه روی اوشن، روی اقیانوسه، کیه؟ شما هستی. خب بیا جلو دیگه. هیچ کی جلو نمیاد. پیشبینی رابطه خروج آمریکا از سوریه و برجام، همان ماشاءالله پیشبین، پیشگو، هر اتفاقی هم افتاد بعدا میگن ما گفتیم که. یه دونه از این پیشگینی ها و پیشگویی هم تا حالا درست در نیومده. بله، بازم سلام. مگر ملت همان مردم و اینها نیستن که ایشون هم برای من جواب نوشت؟ متشکرم. اینم ببینم که بخش اول مصادیق نظامهای دیکتاتوری، این همه بود که گفتم چقدر خوب شد ایشون توضیح داد. من و شما تا امروز نمیدونستیم نظام دیکتاتوری چیه، دیکتاتور کیه. از امروز فهمیدیم، آزاد شدیم. اون خانما که تو اون جلسه لخت شدن، پس دیگه اصلا مشکلی وجود نداره. چون مشکلی وجود نداره، من از 13 دقیقه مونده به ساعت 4 برنامه رو تموم میکنم. شما برین به کارتون برسین. احتمالاً اگه تو سن سال من باشین، حتما همتون احتیاج به دستشویی دارید، مگر اینکه مثل ترامپ از این دست چیزا بسته باشین. پوشکایی که پیرزنا و پیرمردا میبندن بهش میگن دیپند. و اینکه اینجاش هم انقدر چاقه، دیدید تو عکسایی که گلف بازی میکنه، برای که دایپرز میبنده. تو ایرانی بهش میگفتن پوشک، نه؟ و بهش گفتیم پمپرز، چون اسم دایپره پمپرز بود. خب دوستان عزیز، برنامه ما همین بوده، برنامه ما نوعش همینه، اجراش همینه. و شما هم میتونید هم برنامه ساز باشید، هم مهمان برنامه باشید، هم تماشاچی باشید، هر جوری که راحت هستید. از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم ازتون. تلویزیون مردم رو به دیگران هم معرفی کنید. روز روزگار بر شما خوش. آخر هفته خوبی داشته باشید. اگر این تغییراتی که گفتم انجام بشه، ممکنه من تمام برنامه‌هامو جمع کنم، دوشنبه فقط یک شنبه و دوشنبه برنامه داشته باشم، یا مثلا یک شنبه ها رو بذارم برای اونایی که برنامه دارن، مثل کانون آوا، مثل آقای لادن، مثل آقای ارشاد. دوشنبه ها فقط صلح با مردم، یعنی هر چی کمتر باشی قدرتو بیشتر میدونن. همیشه گفتم این خاک، همه وجودمون از این خاک، زندگیمون از این خاک، ارزش نداره. اگه تازه به کفشمون چسبید، وقتی میایم اینجا پامونو میکشیم روی قالی که این خاک نیاد جلوتر، واکسش میزنیم که خاک بره بیرون. ولی الماس که هیچ استفاده ازش نمیبریم. بله استفاده صنعتی رو نمیگم، وقتی میخریم میذاریم اینجا، حالا یا 2000 دلار، یا 10000 دلار، یا 100000 دلار، یا 1,000,000، تنها استفاده که میبریم آرترایتز بهت میده. آرتوریز بهش میگیم. چی میگیم؟ چون دستت یه جوری میگیری که بعدا دست درد میگیری. ولی چجوری ازش مواظبت میکنیم، براش میوه میخریم؟ اینم اینه. سوربی هر روز بیاد اینجا، ارزشش میره پایین تر. سه روز در هفته اومده، ارزشش همینه. که بعد از 20 سال هرچی میگیم حمایت، حمایت خود خودش، شاید کمتر بیایم بهتر باشه. خب آخر هفته است، اگه اهل مشروب هستید مشروب بخورید، لذت ببرید قبل از اینکه بخواید برید. خودتونو یه جوری با چایی، با آب، اینجا میگن دیلوت، یعنی رقیقش کنید، که توی خونتون نباشه، توی رانندگیتون اثر نذاره. اگه میخواید برید یه جایی مست کنید که بگید امشب شده ام مست، که مستانه بگریم، از فکر یک راننده باشید. این روزا با اوبر و لیفت و تو واشنگتن الان ویا شروع کردم، با ویا و بیا و اینها اصلا احتیاجی به راننده نیست. و من باز یه اشتباه کردم، من اگر این جیپو نخریده بودم، جیپ 2018، با اگه یکی میخواد بخره بیاد تماس بگیره، یه قیمت خوب بهش میفروشم بره. واقعا با این اوبر و لیفت و اینا اصلا احتیاج به ماشین دیگه نیست. آقا تا تلفن تو روشن میکنی نشون میده 10 نفر اینجا بیکار منتظر تو دارن میچرخن، همیشه هم مثل مورچه دارن میچرخن. ضمناً اون دوستمون آقای عبهری نوشته بود که به اصطلاح میخواد دیگه مغازش رو تحویل بده، انشالله بازنشست بشه و اینها. او یه چیزی نقل بازنشستگی بهتون میگم.
بازنشست بشه، اگه خواستی این اوبر و اینا کار خوبی، حالا یا تو همون منطقه یا تو همین جا برات یک چیز میفرستم که بعض وقتا تا ماهی 4000 دلار فقط رانندش گیرش میاد. البته نه این اوبرای 3 دلار 3 دلاری، اوبرایی که لیموزین هستن بهشون میگن اوبر بلک، اوبر اس یو وی، اینا هست. ماجرای بازنشستگی، خب ما 62 سالمون شده، گفتیم حالا دیگه قرن 21م، این دولت آمریکا هم های تک شده، رفتیم رو اینترنت سوشال سکیوریتی تخت 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 تخ. اسمتو بزن، فامیلتو بزن، اینو بزن، اونو بزن، بعدم برای اون ایمیل فرستاد، کنگراتولیشن، تبریک بهت میگیم، رسید تقاضای شما، رسید. گفتیم اوکی. دو روز دیگه گفت که شما باید سوشال سکیوریتی کارت تو، کارت سیتیزنشیپی تو، یه لایسنس اینقدی با خودت بیاری. خوام بگم شما یعنی نمیدونید که من سیتیزن هستم یا نیستم؟ اگه بگید میدونین بهتون ایراد وارده، چرا وقت من تلف میکنین میگی بیام اونجا؟ اگه بگید نمیدونیم بهتون 200 ایراد وارده، این 200 یعنی 200، که چجوری از بعد از 2001 تا حالا، سپتامبر 11 2001، بعد از 2001 تا حالا شما یه سیستمی راه ننداختین که کسی که سیتیزن معلوم باشه، کسی که سیتیزن نیست معلوم باشه، کسی که مالیات داره میده، داره کار میکنه. اوضاع خیلی خراب و من منتظر روزی هستم که این سایبر اتک بشه. اولا همه این ماشینا تو خیابون وای میسن، چون شما هر کی نگاه میکنی داره نگاه نقشه میکنه میره. آقا خونه خودمونه دیگه بلد نیستیم بیان خونه خودمونه. من 32 سال پیش خیابونای واشنگتن و اینجا رو بیشتر از الان میدونستم. الان وقتی میرم یه جا فوری اینه در میارم، دایرکشنز تو ویلار توت، دایرکشنز تو خونه، مموریای اینجا پرواز، مموریای اینجا از 4 و 8 و 64 و 128 و فلان، هی پول میدیم، هی مموری میخریم، حافظه میخریم برای این. دوستان عزیز، همین ماجرا و این سیستمای دولتی. وقتی من امروز صبح رفتم اونجا که اینا رو بهشون نشون بدم، اولا در رو که باز کردم یاد دبیرستان احمدی افتادم. دبیرستان احمدی بعد از ظهر بوی گند پهن میومد، چون همه کشاورز بودن اونجا و من فامیلیم چون سربی بود، بعد از 30 تا زاره بود، هیچ ایرادی به اونا نیست، بیچاره همین کتی که پوشیده بود برش خوراک داده بود و نمیدونم فلان، نم میپوشید میمه، 100 تا کت که نداشتیم که. خب ولی رفتم اینجا گفتم این احمقا که میدونن اینجا همه خارجی هستن، یکیش مال پاکستان بوی کری میده، یکیش مال آفریقان بدنش بوی خوراک اونجا رو میده، ایرانی ها بوی چلو کباب میدن، فکر نکنید ما بو نمیدیم. خب یه کاری کنن، یه سیستمی بذارن که اینجا یه سیستم خوشبوی فلان اینا. تا به همسرم گفتم، گفت خب این همون جای کوچیک قدیمیشونه. گفتم آقا خب جا کوچیکه، گفتم شما درست میگی، امروز هم بارونی بوده، در بسته بودن فلان. وقتی میری تو، یه آقایی رو که ساعت 11 دلار بهش میدن ولی یه اسلحه بستن، که این اسلحه به هر الاغی بدی احساس قدرت میکنه، تمام دیکتاتورها چرا اسلحه میخوان؟ الاغن اسلحه میخوان قدرت. وایساده اینجوری، یعنی برو اونجا، میری اونجا 45 دقیقه تو صف وای میسی، تازه میرسی به یه زنی بلد نیست انگلیسی حرف بزنه، بعد اون میگه چیکار داری؟ میگم من فرما رو پر کردم، گفتن اینا رو بیا. بعد میگه این فرما رو پر کن، میگم این فرما رو که رو کامپیوتر پر کردم، میگه نه اون یکی با این فرم کن. یعنی برای خودشون جاب سکیوریتی درست کرده. بعد کاغذی که به شما میده، این جالبه، بعد منیسه این کاغذه مثلا ساعت 10 من نرسیدم اونجا، من نوروب رسیدم، 45 دقیقه شما منو تو صف نگه داشتی. این تفاوت کار دولتی و کار شخصی. اگه کار شخصی باشه، از در که میری تو، در که باز کنی، های چجوری میتونم کمکت کنم، چه روز خوبی فلان بیسار اینا، بشینید چیزی میخوایی، آبی قهوه‌ای. ولی دولتی که میشه، اون احمق خارجی هم که میاد اینجا کار میکنه، فکر میکنه حالا شده رئیس جمهور، شده رئیس جمهور کشور غنا یا فلان. زنه میگه من 10 سال این کار میکنم. گفتم شما ممکن 100 سال یه اشتباه رو انجام بدید. بعد که رفتم پلو، گفت اون برای اینایی که میخوان بعد از اینکه سیتیزن شدن میان سوشال سکیوریتی کارت میگیرن. گفتم من که سوشال سکیوریتی قبل از این گرفتم. در هر صورت اینم ماجرا اینه، حالا ببینیم که کی پولمون میدن. پولی آنچنانی هم به من نمیدن، چون من همیشه برای خودم کار کردم، به اصطلاح چی نداره. یادتون باشه اگه جوون هستین و بیزینس خودتون رو شروع کردین، اگه حتی میخواین به دولت آمریکا تا اونجایی که قانون اجازه میده کم مالیات بدین و اینها،
یک پسندازی برای بازنشستگی داشته باشید. دیگه مثل قدیم نیست بگید 10 تا بچه درست میکنم اینا عصای دستم میشن، بعضی وقتا بار رو دوشت میشن. الحمدلله ما همین دو تا بچه‌ای که داریم راضی هستیم، همیشه هم از اون پرسند پول نمیخواد. هر وقت اینو میگم یاد آقای فیلابی میفته. آقای فیلابی انسان بسیار شریفیه. خیلی متاسفم که این به اصطلاح مجاهدین اینجوری دارن ازش سوء استفاده میکنن. دوستان عزیز 3:56 دقیقه است، بریم کامپیوتر سیستم برنامه زنده رو عوض کنیم. برنامه 176 مینه آموزه های بهایی آقای حسن ارشاد رو ببینیم. ایشون هم دعوت کرده از بهایی‌ها، از دوستان دیگه هم نظر بدن، هم مهمان برنامهش باشن. روز روزگار بر شما خوش، به امید روزهای بهتر و آینده‌ای روشن‌تر. مرسی.